بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، برنامه روز سوم کنگرم و پنل دوم با عنوان پنل کودک دچار تروماهای متعدد رو شروع میکنیم. افتخارش رو داریم که در خدمتتون باشیم. من دکتر مریم بختیاری هستم، رزیدنت سال 3 مرکز طبی کودکان، که افتخار دارم امروز در خدمت همه شما بزرگواران باشم. سخنرانی که امروز دعوت شده تا توی این پنل ما شرکت بکنن جناب استاد عباس حسنی هستن که ما افتخار حضورشون رو داریم، جناب آقای دکتر جعفر نژاد، جناب آقای دکتر بیداری، جناب آقای دکتر جلیلی، آقای دکتر عباسی، جناب آقای دکتر حافظی مقدم و جناب آقای دکتر فارسی هستن که این افتخار رو داریم که امروز در حضور همه این اساتید بزرگواران باشیم. صحبت اولمون رو با جناب آقای دکتر حسنی شروع می‌کنیم با مقدمه و معرفی بحثمون. استاد حسنی، ما در خدمت شما هستیم و گوش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم پنل، عوامل اجرایی و سخنرانان محترمی که توفیق داریم امروز در خدمتشون باشیم. از اونجایی که بحث معتاد تروما از مباحث مهم در مراقبت‌های ویژه و کریتیکال کیر و اورژانس هست، بران شدیم که بحث مالتیپل تروما در کودکان رو در کنگره اطفال برای اولین بار بتونیم پیگیری بکنیم. به همین خاطر از اساتید محترمی که نقش محوری در استقرار طب اورژانس در کشور رو داشتن، از جمله استاد بیداری و تیم همراه، خواستیم که در این پنل ما رو یاری بفرمایند. تروما شایع‌ترین علت مرگ در 3 دهه اول زندگی بلخص در کودکان هستش و معمولاً 50% این تروماها به صورت ترومای چند ارگان و مالتیپل تروما هست. سالانه حدود 875 هزار مرگ معمولاً در بچه‌ها اتفاق می‌افته که عمده این مرگ‌ها معمولاً در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی است که حوادث ترافیکی بالاتری دارند، مثل کشور ایران، که طبیعتاً عوارض تروما در این سنی معمولاً با عوارض اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی بالایی همراه است. در حالی که اگر بشود و بتوان مراقبت از بیماران تروما را بهینه کرد، میزان مرگ و میر و این عوارض در جامعه میتونه کمتر بشه. در اروپا علارغم همه اقداماتی که انجام دادن، معمولا 19% از بالی در حقیقت دیبلیتی ادجاستد لایف لیفت رو معمولا ترومای کودکان به خودش اختصاص داره میده و اقدامات بسیار گسترده ای رو شروع کردن که بتونن این عوارض رو به حداقل برسونن. بر اساس گزارش CDC، سالانه حدود 12,000 مرگ فقط در کودکان در امریکا به دلیل تروما، علارغم همه اقداماتی که دارن انجام میدن، داره به وقوع میپیونده. معمولا تروما در پسرها 2 برابر بیشتر از دخترها داره اتفاق میفته و مرگ و میرش هم بالاتره. و هنوز حوادث ترافیکی نقش عمده و محوری رو در مرگ و میر کودکان داره ایفا میکنه. اگرچه در صدمات کودکان بر اساس سن و سال علت مرگ میتونه متفاوت باشه، ولی در سن 5 تا 18 سال هنوز حوادث ترافیکی حرف اول رو میزنه و در سن 1 تا 4 سال غرق شدگی و زیر 1 سال هم خفگی به دنبال صدمات و تروما. اپیدمیولوژی و پراکندگی در نحوه صدمات نه تنها در کشورها از کشوری به کشور دیگه متفاوته، در خود کشورها هم بر اساس استانها و ایالتها متفاوته و این میطلبه که در حقیقت اقدامات جامع و مطالعات بهتری بر اساس تروما و صدمات در کشور و در استانها صورت بگیره. سالانه حدود 10 میلیون ویزیت در اورژانس‌ها به دلیل ترومای فقط کودکان داریم، ولی متناسب با این اقدامات در حقیقت مراقبت برای تروما در اورژانس‌های کودکان به این میزان توسعه پیدا نکرده. اگرچه در طب بالغین با توسعه و استقرار طب اورژانس تقریبا قدم مهمی
در ارائه خدمات تروما به بیماران ترومایی برداشته شده، ولی در طب کودکان هنوز راه درازی رو داریم. اگرچه اقداماتی برای توسعه طب در آکادمیک اورژانس در مراکز آکادمیک داره شکل میگیره، اما هنوز از سرعت مناسبی برخوردار نیست، ولی امیدوار کننده است که بتوانیم خدمات ارائه خدمات به بیماران مولتیپل تروما رو در اورژانس ها بهینه کنیم، که تقریبا 30% از این مراجعین معمولا به دنبال فالینگ داون هستند که عمدتا در بچه های زیر 1 سال داره اتفاق میفته. اختلافات در حقیقت آناتومیکال و فیزیولوژیک در کودکان که اونها رو متمایز میکنه از بزرگسالان، ارائه خدمات به اینها رو به خصوص در مواردی که مولتی دیسیپلینری هستش پیچیده تر میکنه. و همین خاطر ارائه خدمات به بیماران مولتیپل تروما در کودکان رو نیازمند این میکنه که مراکز تروما سنتر و یا مراکزی که دارای توسعه یافتگی برای ارائه خدمات تروما برای کودکان باشن، در حقیقت نیاز اینها رو داره دوچندان میکنه. متاسفانه در مراکزی که ما خودمون داریم فعالیت میکنیم، چه در زمانی که در طب اورژانس ارائه در حقیقت توفیق خدمت گذاری داشتیم، چه در زمان فعلی که در آی سی یو های کودکان توفیق خدمت رو داریم، مواردی رو بسیاری رو باش روبرو میشیم که امکان اگر که تو این کودک تروما دیده امکان ارائه دریافت خدمات بهینه و مطلوب رو پیدا میکرد، دچار دیزیبیلیتی نمیشد، دچار موربیدیتی نمیشد و یا مورتالیتیمون خیلی کمتر میشد. نارسایی تنفسی از عوارض عمده تروما در کودکان هست و معمولا برخلاف بزرگسالا عوارض قلبی و یا افت فشار خون رو کمتر میبینیم. اختلافات متعدد در فانکشن ارگانهای کودکان و داروهایی که قراره بگیرن اینها رو متمایز میکنه و توجه ما رو بیشتر میکنه که بریم به این سمت که بیماران کودکان تروما دیده رو با وضعیت بهتر و مطلوب تری ارائه خدمت بشون بدیم. اگرچه بیشتر بیمارستانهای کشور زمینه ارائه خدمات اولیه رو برای کودکان تروما دیده دارن، ولی در نهایت مالتیپل تروما و در صورتی که صدمات جدی است، نیازمند این هست که کودک در مرکز در حقیقت توسعه یافته و تعریف شده برای ارائه خدمات تروما بستری بشه و خدمتش رو دریافت بکنه. مثلا تروما سنتر کودکان که تقریبا هنوز به اون چیزی که باید باشه نرسیدیم. طبیعتا پیشگیری از تروما حرف محوری و حرف اول رو میزنه در تمام سنین. ارائه خدمات در فیلد و در صحنه تروما، نقش EMS در صحنه تروما اورژانس پیش بیمارستانی و بحث ترانسپورت بیمار که خیلی از صدمات و موربیدیتی ها در حین انتقال اتفاق میفته و یا مرگ، و همچنین بیمارستانی که قرار تروما رو دریافت بکنه، بیمار رو بستری بکنه و ارائه خدمت بده، ستاپی که در اتاق عمل باید مهیا باشه، آی سیویی که باید خدمات پشتیبانی رو ارائه بکنه، و در نهایت بحث بازتوانی، سلسله زنجیروارهایی است که سیستم تروما رو در کودکان میطلبد که فعال بکنیم. انشالله امیدواریم با بحثایی که در کنگره میشود و اهمیتی که نقش در حقیقت ارائه خدمات ما برای کاهش مرگ و میر و حفظ جان کودکانمون در بحث مالتیپل تروما دارد، بریم به این سمت که مثل طب بزرگسالان بحث مالتیپل تروما رو در کودکان یه مقدار خدماتمون رو تعریف شده تر و جامع‌تر بتونیم انجام بدیم. طبیعتا نقش دانشگاه‌های بزرگ و انجمن طب اورژانس در این زمینه حائز اهمیت است و بالاخص اساتید بزرگواری که در بحث سیاست گذاری برای تروما نقش دارند. جمعی مطالب فوق منجر به اون شد که یکی از پنل‌های مطرح در کنگره رو برای پنل تروما در نظر بگیریم. انشالله
آرزو دارم و امیدوارم شنوندگانمون و در حقیقت تمام حضار از بحثایی که مطرح میشه استفاده بکنن و فیدبک های لازم رو برای بهتر کردن ارائه خدمات تروما به کودکان انشالله منعکس بکنن که بتونیم ازش استفاده بکنیم. تشکر میکنم از اینکه فرصتی دادید صحبتامون رو بشنوید. ممنونم. ممنون از استاد حسنی عزیز بابت صحبت خیلی خوبی که برامون انجام دادن. واقعا امیدواریم که سیستم ها و پشتیبانی هایی که برای بیماران کودک های دچار مولتیپل تروما تو کشور ما اتفاق میفته روز به روز قوی تر بشه و زمینه های بیشتری برای این خدمت رسانی ها فراهم بشه. از جناب آقای دکتر جعفر نژاد به عنوان سخنران بعدیمون دعوت میکنم که صحبتشون رو شروع بکنن. جناب استاد ما در خدمت شما هستیم. ما صدای شما رو نداریم فقط. تا قبل از اینکه وارد اسلاید شو بشید روی قسمت میکروفون کلیک بفرمایید و صدا رو باز بفرمایید، بعد از اون اسکرینتون رو شیر بفرمایید. اصلا ما صدایی همچنان از شما نداریم. اسلایدهای شما رو به خوبی میبینیم اما صدایی از شما ما نداریم. احتمالا قبل از این که شما اسلایداتون رو بخواید اجرا بکنید باید قسمت میکروفون رو از بالای صفحه فعال بفرمایید و بعد اسلایداتون رو اجرا بفرمایید. از صفحه‌ای که همین کنگره در حال برگزاری هست. الان صدای شما رو داریم آقای دکتر. الان بهتر شد؟ بله الان ما صدای شما رو داریم استاد. صدا میکنم. فقط من بتونم فول اسکرین بکنم اگه اجازه بدیم. بفرمایید استاد. الان صدا و تصویر هست خانم دکتر؟ بله استاد صدای شما رو ما واضح داریم. تصویر هم فقط شما اسلایدشو بفرمایید. بله صدا هست. ما در خدمت شما هست. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به محضر حضرت ولیعصر و عرض سلام خدمت مخاطبین و سروران عزیز، اهم از مخاطبینی که اساتید بنده هستند و تحمل می‌فرمایند عرض بنده رو در این دقایق و دست‌اندرکاران اجرایی که در این مدت خیلی دل سوزانه و مشفقانه نسبت به برگزاری هرچه بهتر این همایش اقدام کردند. مطلبی رو که بنده در خدمتتون هستم، بحث مدیریت راه هوایی در کودکان ترامایی یا اینجرد بیبی هست. چالشی که در ابتدا وجود داره در تایید فرمایشات استاد عزیز جناب آقای دکتر حسنی یک نکته هست و اون این که اگر یک کلینیسیان در ابتدای برخورد به مدیریت راه هوایی در یک کودک بدحال یا ترامایی به این باور باشه که کودک به خصوص مناسبات راه هواییش یک بالغ کوچک شده است، این یکی از بزرگترین چالش ها و اشتباهاتیه که قطعا در فائق شدن به مدیریت راه هوایی ایجاد مشکل خواهد کرد. بنابراین دو مقوله وجود داره که از اون دو مقوله باید پرداخت و تفاوت های مسیر راه هوایی اطفال و بزرگسال رو باید بهش توجه کرد. یک سری اختلافات آناتومیکال هست که این اختلافات مواردی مثل سایز رسپیریتوری ترکت رو در بر میگیره. از اونجایی که مجاری تنفسی در اطفال کوچکتر هست، پس پر واضحه که ویژوال فیلد هم برای کلینیسیان زمانی که میخواد مداخله کنه برای تصاحب راه هوایی قطعا کوچکتر خواهد بود. مزید بر علت بحث آدنوئید هایپرتروفی هست که عموماً در ارلی اینفنسی این هم مزید میشه و راه هوایی رو ویژوال فیلد رو عملاً میشه گفت مشکل تر و تنگ تر میکنه. نکته بعدی وجود مناسبات دندانی در کودکان اهم از پرایمری تیس یا دیولوپینگ تیس هست. دندانهای اولیه به سرعت و به سهولت آوولست میشن، کنده میشن و امکان آسپیریشن وجود داره که این یک خطره.
و دیولوپینگ تیس، دندانهای دائمی یا پرمننت، اگر جنتل برخورد نشه در هنگامی که برای لارنگوسکوپی اقدام میشه، امکان آسیب آلوئولار ریج وجود داره و متعاقب اون ممکنه که جوانه‌های دندان‌ها آسیب ببینه و دیگه دندانی رشد نکنه، که این نکته اهمیت خاص خودش رو میطلبه جهت یک برخورد خیلی در واقع آگاهانه با توجه به این مناسبت. لارنکس و مناسبات حنجره در اطفال نسبت به بزرگسال هم فوقانی‌تر و هم قدامی‌تره. این امر باعث میشه که زاویه انتهایی زبان به اپیگلوت حاده تر بشه و وقتی این حالت هست در نتیجه ویژوال فیلد و دیدن وکال کورد مشکلات خاص خودش رو در بر خواهد داشت. لیگامنت هایو اپیگلوتیک که در شمای بعدی به عنوان اسلاید بعد من اون رو مصور نشون میدم، لیگامنتی هست که در انتهای زبان رو متصل به اپیگلوت میکنه و پر واضحه که اگر ارگانایزد نشده باشه، به خصوص حالتی که ما در کودکان در زمان ارلی اینفنسی میبینیم، هر موقع زبان رو با لارنگوسکوپ میخواییم به سمت جلو بکشیم، عدم ارگانایزد شدن این لیگامنت موجب میشه که اپیگلوت همچنان شل و در مسیر راه هوایی باقی بمونه. پس این یک چالش بسیار بسیار قابل اهمیته. و مورد دیگه به لحاظ آناتومیکال بحث خود اپیگلوته که بسیار فرژیله در اطفال، یعنی اگر جنتل برداشته نشه با نوک بلید لارنگوسکوپ، یه مقدار فشار زیاد روی اون ایجاد ادم میکنه و این ادم یک اپیگلوت قلمبه‌ای رو خواهیم دید در مسیر دیدمون و این هم مناسبت بسیار قابل توجه رو از نظر مشکل دار شدن راه هوایی به لحاظ اون اینویزیو اینترونشنی که میخوایم انجام بدیم فراهم میکنه. یه سری تغییرات در باب فیزیولوژیک باید بهش توجه بشه و این چالش مکمل چالش قبله. مواردی مثل توجه به ریه و مکانیک در واقع ریب کیج، به خاطر اینکه ریه ها در اطفال میزان آلوئول‌های کمتری رو نسبت به بالغین داره و از طرفی ریکویلمنت یا الاستیسیتی افزایش یافته قفسه سینه در اطفال موجبات این رو فراهم میکنه که فانکشنال رزیدوال کپاسیتی کمتر بشه، در نهایت پرون هستن به کلاپس و در نهایت ایجاد آتلکتازی. از طرفی میدونیم که معمولا مصرف سلولار اکسیژن در اطفال بیشتر هست از بزرگسالان و این O2 consumption موجباتی رو فراهم میکنه که کودکان بسیار پرون هستن به موارد هایپوکسیک یا آسفیکسیک. به سرعت در عرض دقایق با این موارد میرن به سمت برادی دیسریتمی. پس دونستن این موارد بسیار مهمه که شاید خیلی از تعلل‌ها در مدیریت راه هوایی کودک مصدوم جایز نباشه. در نهایت لارنجیال استیمیولیشن، هر گونه تحریک ناحیه لارنکس به علت واگال اوور اکتیویتی که به خصوص در دوره چایلدهود ملاحظه میشه، موجبات در واقع ایجاد برادی دیسریتمی، برادی کاردی، آسیستول در حین مداخله اینویزی به راه هوایی رو داره. مورد اخیر شاید اهمیت وجود داروی آتروپین رو به عنوان پریتریتمنت در مداخله تهاجمی راه هوایی طی تریتوری RSI به رخ بکشونه. خب در ادامه این مقدمه که چلنجینگ بود، من این شما رو به لحاظ اینکه لیگامان هایو اپیگلوتیت رو بتونم نشون بدم کاملا، اگر پوینتر منم نشون بده، میبینیم که این لیگامنت ارگانایز شدنش به وضوح به ما مشخص میکنه که چرا ما تا زمانی که در موارد مدیریت راه هوایی یک کودک در عنفوان ارلی اینفنسی هستیم از لارنگوسکوپی با بلید کرو یا مکینتاش نباید استفاده کنیم، چون اگر مکینتاش بیفته تو این قسمت، یعنی تو قسمت ولکولا، و زبان رو به جلو بکشه، این لیگامنت قادر نخواهد بود تا اپیگلوت رو همسو با حرکت زبان جابجا بکنه و اینجاست که مجبوریم از لارنگوسکوپ های با بلید استریت موسوم به میلر استفاده بکنیم، تا اینکه علاوه بر اینکه با لارنگوسکوپ زیر دید مستقیم ما زبان رو میگیریم، تیپ فوقانی اپیگلوت رو هم باید بگیریم با هم به جلو بکشیم تا بتونیم ویژوالایز کنیم قسمت وکال کورد رو.
یه نکته‌ای وجود داره و این چالش دوم هست و اون این که اگر یک کلینیسیان در راه مدیریت تهاجمی راه هوایی یک کودک آخر مجبور به این بشه که حتما لوله گذاری تراش انجام بده، طبیعتاً دو راه بیشتر پیش رو نداره، یا کرش اینتوبیشن یا روش سیکوئنشیال که اصطلاحاً به اون میگیم رپید سیکوئنشیال اینتوبیشن. این که این تفکر در بالین توسط یک کلینیسیان چگونه باید اجرا شود، باید طبق نقشه‌ای پیش بره و این نقشه‌ای که متفقاً در اصول برخورد به اینجرد اور ایل بیبی همیشه به عنوان یکی از شالوده های مبحث درسنامه پالس قرار گرفته. در ارزیابی نخست در بالین فرض میگیریم این هاسپیتال، ارزیابی اولیه اینیشیال ایمپرشن باید بر اساس ارزیابی وضعیت هوشیاری کانشسنس، بریسینگ و سیرکولیشن باشه. اگر در این ارزیابی کودک هوشیار نبود، تنفسی نداشت، پالسلس بود، این کودک مرده است و اینجا مناسبت تصرف راه هوایی به صورت اینویزیف راهی نداره جز کرش اینتوبیشن در این مسیر که من با پوینترم نشون میدم. و اما اگر کودک شواهدی از حیات رو داشت، کودک مصدوم پست تروماتیک چایلد شواهدی از حیات رو داشت، یعنی طبق همین در واقع الگوریتم ما اومدیم ارزیابی هوشیاری، بریسینگ و سیرکولیشن رو انجام دادیم و چقدر جالبه که بدونیم اینیشیال ایمپرشن بر اساس پت یعنی پدیاتریک اسسمنت تریانگل، همون چیزی که هند آف اسسمنت رو در تریاج به ما یاد میده، قرار گرفته. و اگر شواهدی از حیات رو داشت اما نه خیلی خوب، مثلا بیمار در فاز سیرکولیشن شواهدی از هایپو پرفیوژنال استیت داشت، فشار پایین بود، سی آر تی طولانی بود، رنگ پریدگی داشت، در وضعیت بریسینگ بیمار یک بریسینگ نرمی رو نداشت، تو اسلو یا تو رپید بود، تو رپید میشه فاز دیسترس، تو اسلو میشه فاز فیلر. و یا در وضعیت هوشیاری کودک هوشیار بود اما نه هوشیاری متعادل و مطلوب، مثلا درجاتی از آپتاندیشن یا لیتارژیک بودن یا استئوپوریک بودن رو داشت، پس این کودک نمرده اما دلهار مرگه. این کودک در مسیر دوم اگر ما نیاز باشه که به صورت اینویزیو راه هوایی رو متصرف بشیم، باید در تریتوری RSI حرکت کنیم و کرش در اینجا راهی نداره، مگر اینکه کودک کاملا عرض کنه یا اینکه کلا سی بی سیش مختل بشه بره تو فاز اول. در اینجا راهکاری وجود داره تحت یک راهکار دایره‌ای فرمی از اوالویشن که باید شما ارزیابی بکنید بر اساس پرایمری اسسمنت A B C D E که رأسش سرحلقش توجه به ایروی. اگر ایروی اوکلوتد بود حتما آیدنتیفاید بکنید که با چه پاتولوژی این راه هوایی درگیر شده و بعد اینتروین مداخله انجام بدیم تا اون خطر رو از مسیر ایروی برداریم. و صد البته که کودک ترامایی حتما مناسبت توجهات خاص به موقعیت گردن باید درش لحاظ بشه. بنابراین اگر ما این هاسپیتال متوجه شدیم یا شک بر این داشتیم که کودک وضعیت نامتناسبی از وضعیت سرویکال اسپاین رو داره، باید حتما یا اینلاین استابیلایزش کنیم و به ادامه اسسمنت بپردازیم، یا اگر در اختیار داریم از استیف کولار جهت بستن و ثابت کردن گردن سود ببریم. در ادامه عرض کردم در پرایمری اسسمنت ارزیابی اول این پنج ضلعی بحث A توجه به ایروی در یک کودک ترامایی هست. نکته حائز اهمیت اینه که ما در بررسی دو تا پاسخ بیشتر نداریم، یا در بررسی راه هوایی بازه یا در بررسی راه هوایی بسته است، اهم از این که این بلوکیج به صورت پارشیاله یا کامپلیت فرقی نمی کنه. اگر راه هوایی باز بود اصطلاحاً کلیر هست، ما اسسمنتمون رو ادامه میدیم، میریم تو فاز بی سی الاخر. اگر فاز بررسی ایروی ما
درجاتی از اوکلوژن رو نشون بده. پس آیا سوال پیش میاد ما باید در همینجا مداخله نهایی رو به صورت اینویزیو برای کنترلر هوایی انجام بدهیم؟ خیر، بلکه اول باید با مناسبت و ابزارهایی که در اختیار داریم راهی رو پیدا کنیم تا ببینیم آیا رفع انسداد در این راه هوایی درگیر اتفاق میفته یا نه. اصطلاحاً از این سری اقدامات به عنوان سیمپل میجرز نام برده میشه. اگر انجام دادیم رفع خطر شد فبحل مراد، اما اگر نشد این راه هوایی اصطلاحاً دیگه مدیریت پذیر نیست، مینتینیبل نیست. به عنوان یک راه هوایی نات مینتینیبل باید به صورت اینویزیو اینتروینی انجام بدیم، یک مداخله تهاجمی که از جمله لوله گذاری داخل تراشه از همین موارده که در تریتوری اخیر به روش RSI باید این اقدام صورت بگیره. اما سوال بعدی اینه، وقتی در بالین یک کودک مصدوم قرار گرفتید پست تروماتیک، چگونه بفهمیم که راه هوایی بازه یا درجاتی از انسداد وجود داره؟ برای پاسخ به این سوال همزمان در یک اپیزود زمانی باید لوک، لیسن، تاچ از این سه حس خدادادی به بیشتری نحو برای ارزیابی راه هوایی کودک مصدوم استفاده کنیم. یعنی اگر ما به هر نحوی abnormal respiratory sounds بشنویم، مثل abnormal inspiratory sounds که از اون به استریدور و abnormal expiratory sounds که از اون به grunting تعبیه میشه، قطعاً درگیری اکستراتراسیک راه هوایی وجود داره و این راه هوایی قطعاً پیتنت نیست و درجاتی از اوکلوژن وجود داره. خوب ببینیم آیا بیمار بعد از تروما درجاتی از یک تنفس راحت رو داره همراه با تنفس راحتش؟ آیا چست رایزینگ قابل قبولی رو به صورت سیمتریک داره یا نه دچار ایر هانگره و به رغم تلاش تنفسی برای بلع هوا ما چست رایزینگی نمیبینیم؟ که اگر حالت دوم باشه قطعا ایر وی بلوکیج وجود داره. و در نهایت به صورت تکمیلی در همون بازه زمانی، گردن بچه ها گردن کوتاهیه و گاهن مخفول میشه پاتولوژی هایی که پست تروما اتفاق میفته. لمس بیس گردن از نظر احتمال وجود آنفیزم، به لحاظ آناتومی دیستورشنی که ممکنه اتفاق بیفته ناشی از تروما، یا توجه به هماتوم های رو به در واقع اکستنشن، یا توجه به میت فیس تروما، اینجری ها، فرکچر ها، اینجا لمس میتونه خیلی به ما کمک بکنه، ولی باید گردن رو در نظر گرفت. ماحصل این عرض من در جمع‌بندی به اینجا میرسه که اگر با اینها به این نتیجه رسیدیم که راه هوایی درجاتی از انسداد رو داره، همیشه سه تشخیص upper airway obstruction در دل خودش نداره، یا infection، یا inflammation، و یا obstruction. از این سه تشخیص به هیچ وجه خارج نیست. پر واضحه که یک کودک ترامایی در فاز obstruction ممکنه به علتهای مختلف، از اینکه حالا جسم خارجی رو مثل دندان چیزی اصطلاحاً آسپیریت شده باشه یا نه مس افکت ها یا کامپرسیو افکت های ناشی از فضاهای آناتومیک ناشی از تروما ممکنه این حالت رو ایجاد بکنه، یا اینفلامیشن، عملا میشه گفتش که التهاباتی که ممکنه در مجاری راه هوایی به تدریج رو به گسترش و پروگرسیو باشه و یک مورد آنتیسیپیتوری رو برای ما فراهم بکنه که انقریب این راه هوایی درگیر خواهد شد. پس به عنوان یه ترم کلی، اگر در بررسی اولیه به این نتیجه رسیدیم که راه هوایی درگیره در یک بیمار ترامایی، از این سه مقوله تشخیصی خارج نیست. پس یه بار مرور میکنم. اِوالیویشن ما پرایمری اسسمنت بود که بر اساس فاز A با دیدگاه لوک، لیسن، تاچ ما به این نتیجه ارزیابی میرسیم که راه هوایی بسته است یا خیر. اگر هست باید آیدنتیفاید بکنیم به کدام یک از سه راه اخیر، اینفکشن، اینفلامیشن، ابستراکشن، و اگر متوجه شدیم حالا اینترونشنی باید انجام بدیم به تناسب و متناسب با این زایعه پاتولوژیک تا رفع خطر بکنیم. حالا میرسیم به مرحله اینترونشن. اگر راه هوایی درگیر بود، برای اینترونشن در ابتدا نمیریم سراغ خط آخر
که اگرچه شرایط بیمار دتریوریشنش در بالین و جاجمنت یک کلینیسیان شاید بتونه این انجام خط آخر رو زودتر به منصه عمل برسونه، اما در ابتدا از سیمپل میجر های استفاده میکنیم تا بر اساس اون ببینیم آیا میتونیم راه هوایی رو مدیریت کنیم. این ابزارهای ساده شامل پوزیشنینگ، ساکشنینگ یا اکسیژنیشن با روت مناسب، البته حتما باید گردن رو در نظر گرفت. معروف هست که تریپل مانور شامل هد تیلت، چین لیفت و جاو تراست از جمله مانورهای بسیار خوب جهت این هست که اون مناسبت اختلاف آناتومیک سر بزرگ اطفال یا اصطلاحاً زبان بزرگ رو با این مانورها رفع خطر و رفع انسدادش ناشی از اینها اتفاق بیفته. اما اگر گردن برای ما مشکوکه، از این تریپل مانور فقط به جاو تراست بسنده میکنیم. هد تیلت و چین لیفت به علت اینکه میتونه یه مقدار استابیلیتی احتمالی اون سی اسپاین آسیب دیده رو به هم بریزه رو استفاده نمی کنیم. مورد دوم، همینطوری که در شما ملاحظه می فرمایید، بحث پدینگ. در اینفنت ها زیر یک سال معروف هست که اسکپولار پدینگ با ارتفاع 4 سانتی متر و در بالای یک سال پست اینفنسی شما اکسیپیتال پدینگ با ارتفاع 4 سانتی متر رو قابل قبول میدونه تا بتونه اون بلوکیج احتمالی ناشی از مل پوزیشن رو به حداقل برسونه. در این راه اگر کودکی چون معمولا همه انسان‌ها به صورت طبیعی گگ رفلکس ندارن، اگر گگ نداشت یا درجاتی از در واقع سطح هوشیاری مناسبی داشت، یعنی عملا نداشت، نمیتونست هندلینگ داشته باشه، برای باز بودن هندلینگ سالیویشن منظورم است، راه هوایی از اورال ایروی به تناسب سایز اون کودک میتونیم استفاده کنیم. اگر گگ رفلکس مانع از تحمل بود و پرتش میکرد بیرون اورال ایروی رو، از نیزوفارنجیال ایروی میتونیم استفاده بکنیم. ولی مورد منع مصرف نازوفارنجیال ایروی عموما توجه به احتمال اسکال بیس فرکچر و یا احتمال وجود فرکچر در پلیت های کریبریفورم استخوان اتمایده، که اگر این طور باشه و اگر مشکوک باشیم به یه بچه این چنینی، مثلا اسکال بیس فرکچر رو در بالین یک کودک ترامایی به عنوان مثال با راکون ساین یا بتل ساین یا رینوره یا اوتوره رینوراژی اوتوراژی ببینیم، بهتره که اجتناب کنیم از این سیمپل میجر، یعنی از نیزوفارنجیال ایروی، چرا؟ برای اینکه وارد جمجمه میشه. و در نهایت روت مناسب اکسیژنیشن، مثلا اگر تحمل پذیر باشه، حالا بسته به صلاح دید، استفاده از آمبوبگ برای تنفس دادن، باید حتما ملاحظه ماسکگیری درست رو بر اساس قانون CE اجرایی کنه، حتما با انگشت اشاره و انگشت شست که همون فرم سی رو برای ما متصور میکنه، از ماسک سیل و نحوه درست قرارگیری ماسک در صورت بچه بیشترین سود رو ببریم و در مناسبت ای بتونیم تا اونجایی که میتونیم هم هد تیلت، چین لیفت و جاو تراست رو اولا فیکس بکنیم و این مانور رو هم حین ماسکگیری انجام بدیم، به شرط اینکه محدودیت گردن نداشته باشیم. حالا با این تفاصیل، اگر سیمپل میجرهای ما تونست رفع خطر بکنه و راه هوایی رو که سمی اوکلودد بود اصطلاحاً باز کنه، دیگه اون صداهای ابنورمال رو نشنویم به عبارتی، که چه بهتر. اگر نه، راه بعدی با این تصور که راه هوایی این کودک تروماتیزه دیگه مینتینیبل نیست، از روش‌های اینویزیو استفاده خواهد کرد. در روش اینویزیو، روش RSI Rapid Sequential Intubation یک مرحله هفتگانه از مراحلیه که همه با P شروع میشن، اصطلاحاً میگن 7 P's. خیلی جالبه که بدونیم اگر قرار شما تصمیم به مداخله راه هوایی بر اساس Crash Intubation بگیری، که خب راه خودشو داره، اما اگر نه، مسیر دیگه‌ای رو بر اساس همون الگوریتم در واقع AHA بخوایم پیش ببریم، حتما RSI راه وسطی نداریم، مجبوریم مناسبت هفتگانه رو حتما رعایت بکنیم.
جالبه که از قسمت 1 تا 7 ممکنه در حدود 20 تا 20 و اندی دقیقه طول بکشه، ولی عمده دقایقی که صرف انرژی و دقت رو میطلبه مرحله 1-2-3 هست. یعنی پریپریشن ما در حد 10 دقیقه، پراکسیژنیشن در حد 5 دقیقه و الی آخر. یعنی بعد از مرحله 4 تا 7 ممکنه در حد حتی ثانیه یا دقیقه خیلی کم طول بکشه. این مناسبت از نظر توجه به مرحله پریپریشن این نکته رو حائز اهمیت میکنه که باید اول آنتیسیپیت بکنید، ببینید با چه راه هوایی در این کودک مصدوم روبرو هستید. آیا این راه هوایی یک راه هوایی ساده است یا میتونه دیفیکالت باشه؟ پس یه سری ابزارها رو در اختیار دارید که تو اسلاید بعدی توضیح میدم. دوم، وسایل اکویپمنت همش حاضر باشه. اگه سایز لوله تا اونجایی که بشه، یک سایز پایین‌تر، یک سایز بالاتر، بحث مربوط به لارنگوسکوپ و احیانا داروها و نرسینگ یا تیم دینامیک در واقع احیا در کنارتون حاضر باشه. پراکسیژنیشن میپردازه به این که اگر در مدت 4 دقیقه بتونیم با آمبوبک کودکی رو اکسیژنیت بکنیم، میزان سچوریشن اوتوی این بیمار یا این مصدوم بالای 90% تا 10 دقیقه متصوره. اما اگه وقت نداشتیم، تا 8 بار فشردن آمبوبک میتونه تا یه حدی از دیسچوریت شدن در واقع هموگلوبین جلوگیری بکنه. بحث پریتریتمنت یعنی توجه به مواردی که در این کودک ترومایی اگر اینداکشن صورت بگیره شانس خطر و مرگ رو زیاد میکنه. پس کوموربیدیتی های همراه رو باید در نظر گرفت. مواردی از هایپوکسیا، از هایپوپرفیوژن استیت یا هایپوتنسیو بودن کودک، اگه تو اون زمان دارید بلوس تراپی مایه رو انجام بدید، آیزوتون یا اکسیژنیشن رو طولانی کنید، یا حتی اگر بیمار تروماتایزد در وضعیت هایپوپرفیوژنال استیت قرار داره، قرار شما برای انتخاب مرحله 4 از داروهای استفاده بکنید که بتونید رول هیپنوتیک یا نوروماسکولار بلاکینگ ایجنت رو ایفا بکنه استفاده کنید، نباشه داروهایی که ماهیت اونها هایپوتنشن رو تشدید کنه. کوموربیدیتی‌های موجود رو باید جدی گرفت. بعد از اون استفاده از یک سری داروهای سدیتیو یا داروهایی که هیپنوتیک هستن، در این جدول بر اساس ریفرنس لودویگ و فلیشر که یکی از ریفرنس های فوق تخصصی پدیاتریک امرجنسی مدیسین هست، با دوز مناسب لیست شده، من براتون آوردم. و دوم، داروهای ارجح نوروماسکولار بلاکینگ ایجنت با نمونیک SRVC، همینطوری که میبینید اولی ساکس، دپولاریزان و ستای بعدی نان دپولاریزان، با دوزهای مربوطه باید مد نظر قرار بگیره. و اما تایمینگش رو در نظر بگیرید که تایمینگ این 7P برای RSI به چه صورت هست، از 10 دقیقه اول و همینطور تا آخر. اما اگر قرار شد که شما بیاید در مرحله پریپریشن انجام بدید، مرحله اول پریپرد کنید اون طفل مصدوم رو که راه هواییش آیا قابلیت تصرف به صورت اینویزیو رو داره یا نه، باید قادر باشید با ابزارهای آنتیسیپیت کنید، پیش بینی کنید. یک نمونی که به اسم لمون وجود داره، اول میگه لوک اکسترنالی، به ناحیه در واقع میش گفتش که ایروی و گردن توجه کنید، رول قانون 3-3-2 رو اجرا کنید، با انگشت خود بیمار 3 تا انگشت باید اورال اوریفیس رو عملا میش گفتش که در این حد بتونه واردش بشه، 3 تا از قسمت بیس منتوم تا قسمت بیس گردن، 2 تا از قسمت هایوئید بون به سمت در واقع کارتیلیج تیروئید. این 3-3-2 اگه باشه، راه در واقع هوایی شما متصوره که میتونه دیفیکالت نباشه. از کلاسیفیکیشن ملمپاتی، در کلاسیفیکیشن 1 تا 4 میبینید چه تو فاز اول که کاملا اورال اوریفیس رو مشاهده میکنید، پیلاریس ها در قسمت 2 پیلاریس دیده نمیشه، در قسمت 3 اصلا اوولای قسمتش کاملا پشت زبونه، و قسمت 4 که شما فقط پالات رو میبینید، هم از هارد یا سافت پالات رو، که اگر این فرم بود نمای لارنگوسکوپی که این بچه به این صورت خواهد بود. شما در فاز 1 وکال کورد رو ویژوالایزد کاملا میبینید، ولی در قسمت گرید 4 میبینید با چه راه هوای سختی رو هستید.
در نهایت با این دیدگاه لوله‌ای رو که میخواید انتخاب بکنید، این رو عمدن به این خاطر آوردم که در آپدیتی که AHA 2020 داده، آن کاف تیوب رو کلن دیس ادوانتیج هایی رو که داشته رو مطرح کرد رو از مسیر خارج کرده و عنوان کرده که دیگه ما محدودیتی در بکارگیری کاف تیوب در بچه ها نداریم. سایزش رو 3 تا 3.5 به اضافه سن کودک بر حسب سال تقسیم بر 4 به دست میاریم و میزان اینزرژن رو سن تقسیم بر 2 به اضافه 12 میزان وروده. اگر زمانی در بالین کودکی مصدوم بودید، این فرمول یادتون نبود و یا تیپ بروسلو رو نداشتید، بیایید ببینید که سایز لوله باید متناسب با ناخن انگشت کوچک باشد. خب این دوتا در واقع میشه گفتش که جدول آخر رو به عنوان خاتمه قسمت ایروی در یک کودک مصدوم توضیح میدم. بحث مربوط به اینکه چگونه میتوان راه هوایی رو به صورت اینویزیو در یک کودک مصدوم تصرف کرد، یا کودکی که دچار ارست یا نیر ارست به روش کرش یا به روش RSI در اون فرم دوم، از این دو فرم خارج نیست، خواهشاً باید به این خیلی خیلی دقت کرد. خیلی از مواقع دیده شده که خیلی از این داروهای یا مراحل هفتگانه RSI رعایت میشه، بنابراین یک تصحیح مبنایی بر اساس ریفرنس هایی که هست من اینجا ارائه دادم. اینجا توجه بکنید، برای اینکه به سمت RSI برید باید آنتیسیپیت بکنید، یا راه هوایی دیفیکالته یا دیفیکالت نیست. اگر دیفیکالت بود از ابتدا اون کسی که اکسپریانت هست پس اکسپرتی و اکویپمنت لازم رو برای مداخله در اختیار داشته باشید. اگر نه دیفیکالت نبود، RSI اتفاق میفته که اگر موفقیت آمیز بود که چه بهتر، اما اگر فیلد شد ادامه تنفس رو با آمبو بگ پی میگیریم و بعد ملاحظه میکنیم حالا که آمبو میزنیم آیا ادکویت یا اینکه نه، یعنی اون کودک داره مناسب اکسیژنیت میشه، ونتیلیت میشه یا اینکه خیر. بنابراین اگر ادکویت نبود، گام بعدی استفاده از سوپراگلوتیک دیوایس ها مثل LMA که اگر این هم شکست بخوره دیگه راه آخر سرجیکال ایروی هست. اما اگر ادکویت بود و انتوبیشن انجام شد با فراهم کردن دوباره اکویپمنت و اکسپرتی و فیلد شد، دوباره به مسیر LMA برمیگردیم. اما اگر در نهایت سرجیکال ایروی گام نهایی مدیریت راه هوایی کودک مصدوم بود، باید بدونیم که ما زیر بالای 10 سال، یعنی در اینجا بحث اوپن سرجیکال کرایکو تایرویتومی رو میتونیم کانسیدر کنیم. زیر 5 سال تنها راه سرجیکال ایروی اسسمنت یا دسترسیش پرکوتانوس نیدل تراکوستومیه و بین 5 تا 10 سال به روش سلدینگر میشه کرایکو تایرویتومی رو به صورت پرکوتانوس انجام داد. خب در ادامهش میریم به فاز بی بریسینگ میرسیم، یعنی ارزیابی وضعیت بریسینگ یک طفل آسیب دیده. در وضعیت بریسینگ توجه به یک سری مناسبات، یعنی فیزیولوژیک اسکورهایی که معمولا این در دل اسکورینگ های ما مثل پدیاتریک تراما اسکور یا بحث مربوط به تراما اسکور یا ریوایز تراما اسکور قرار داده شده. باید اول ما بدونیم که در مناسبت‌های مختلف سنی مینیمم و ماکسیمال رسپیریتوری ریت چقدر هست، بر اساس اون ارزیابی کنیم. کودکی که زیر 1 ساله و بعد ناشی از مثلا به فرض فالینگ داون یا ناشی از یک ترومای مستقیم به ناحیه قفسه سینه به هر نحوی ملاحظه میکنیم ریت تنفسی 25 تا داره، این قطعا تو رسپیریتوری فیلره و ما اگر آگاه نباشیم که برادیپنه بودن در این بازه سنی حد اقلش، یعنی اون کفش میشه 30 تا، پس قطعا میس میکنیم و توجه نمیکنیم که این کودک وضعیت بسیار بسیار بدحالی رو داره و رسپیریتوری فیلر این کودک انقریب منجر به برادی دیسریتمی و یک فاجعه کاتاستروفیک خواهد شد. پس با این دید ما چه ابزارهایی رو داریم تا بتونیم وضعیت بریسینگ یک کودک بد مصدوم رو ارزیابی کنیم؟ این ابزارهای ماست. پس یک، توجه به شرایطی که داخل باکس قرار دادم، ولی با چه حواسی؟ لوک، لیسن، تاچ. لطفاً در هر مرحله این قضیه ملکه ذهن باید باشه. میبینیم ریت تنفسی متناسب با سن هست یا خیر،
خیلی از مواقع بالا بودن ریت تنفسی یعنی فاز دیسترس پذیرفته شده تر از زمانیه که کودک دچار رسپیریتوری فیلر میشه، یعنی از اون بر برادیپ نمیشه. دو، ورک آف بریسینگ، نگاه میکنیم آیا تقلای تنفسی دارد یا نه. میزان ورک آف بریسینگ یا تقلای تنفسی در یک کودک در فاز بریسینگ، کودک مصدوم، معمولا یک کلوهایی رو داره. میگیم اگر هر گونه ورک آف بریسینگ یعنی اکسسوری مسل اینوالومنت، رسپیریتوری مسل اینوالومنت در ناحیه ریب کیج باشه، این میتونه مایلد باشه تا مودریت، مثلا اینترکوستالیس، ساب استرنالیس، رترو استرنال، چست ایندروینگ، اینها معمولا یک افورتی رو در فرم مایلد تو مودریت دیسترس برای ما متصور میشن. اما اگر اکسترا ریب کیج باشه یعنی سوپرا، بیاد به سمت کجا؟ عضله استرنو کلایدوماستوئید رو بگیره، نیزال فلرینگ داشته باشه، بیمار از عضله اسکالن استفاده کنه، مثل اون موارد انتهایی ریسپیریتوری افورتی که میگن سی ساوس هست، بدن و سر مثل الاکولنگ داره با هم بازی میکنه، این نشون دهنده وخامت یک ریسپیریتوری دیسترسه که باید ایمیدیتلی مداخله در وضعیت و رفع خطر وضعیت بریسینگ اون کودک مصدوم صورت بگیره. توجه به ایر موومنت و چست اکسپنشن. بنابراین وقتی که هر گونه تنفس، حرکت تنفسی وجود داره، آیا به صورت سیمتریک در فاز آی دکتر ما صدای شما رو از دست دادیم. جناب دکتر جعفر نژاد اسلایداتون هم خارج شدن. فکر میکنم آقای دکتر مشکل اینترنت پیدا کردن، چند لحظه خارج شدن تا مجدد وارد بشن. چند لحظه فرصت اگر بدید و لطف بکنید سعی میکنیم مجدد باشون اتصال برقرار بکنیم. استاد جعفر نژاد ما اسلاید های شما رو داریم اما صدایی از شما نمیشنویم. خانم تو الان مفهوم هست؟ بله الان صدای شما رو داریم، بفرمایید. بله ممنونم، ارادت من. من داشتم عرض میکردم که در قسمت فکر میکنم تو قسمت چست اکسپنشن و ایر موومنت داشتم عرض میکردم، توجه میکنیم و وضعیتی رو که بررسی میکنیم توجه به این میکنیم که اگر به ازای هر بار تلاش تنفسی سیمتری لازم رو در به صورت در واقع قرینه دو طرفه در به عنوان چست رایزینگ نبینیم، حتما میتونه کاتاستروفی هایی مثل تنشن نوموتوراکس یا اختلالاتی که به پارانشیم اصطلاحاً یا به صورت یونیلترال به همیتراکس اتفاق افتاده رو ببینیم، یا با تو فاز لوک اگر ما ببینیم که اینگورجمنت وریدی در قسمت گردن وجود داره، حتما با این احتمال که پست تروما نکنه پاتولوژی منجر به توقف وینوس ریترن شده باشه، به عنوان مثال در نظر گرفتن تنشن نوموتوراکس، در نظر گرفتن بحث مربوط به تامپوناد قلبی میتونه متصور باشه. در نهایت سم اریه و سشوریشن اوتو از جمله ابزارهایی هستند که به ما در بالین در فاز بریسینگ کمک میکنن تا بتونیم به اختلالات احتمالی پی ببریم. و اما اگر هر کدوم از اینها مورددار یا مثبت شد، در نهایت این فرم ایروی که ما گفتیم سه تشخیص بیشتر نداره، در فرم بریسینگ چهار تشخیص در دلش بیشتر مستطر نیست. یه قسمتش در فرم ایروی که گفتیم، یه قسمتش درگیری مناسبات لاور ایروی آبستراکشن هست که معمولا در تروما این اتفاق نمیفته، اما با درگیری اینترسیس معمولا مثل اکیوت لانگ اینجری، نان کاردیوژنیک پولموناری ادما، معمولا ما میتونیم این رو تصور کنیم که دچار یک لانگ اینجری در زمینه تروما میتونیم باشیم. و اگر در پست تروماتیک کودکی رو در فاز بی بریسینگ دچار ایراد ببینیم، باید حتما از فردر دایگنوستیک تستینگ استفاده کنیم، مثلا بیت ساید
سونوگرافی بت سایت اکو تا بتونیم تفریق بگذاریم بین این ادم موجود که آیا کاردیوژنیک هست یا نان کاردیوژنیک. و در نهایت اگر تروما مثل تروماهایی که جدای از ترومای مستقیم به چست، مثلا موجبات بلانت هد تروما ایجاد اینکریزد آی سی پی بکنه، طبیعتا میتونه با اون تأثیراتی رو که در قسمت مدولا در رابطه با اون قسمت‌های کنترل به پروسه ونتیلیشن انجام میده دیگه خیلی سنس نباشه به موارد نارکوزیس و در نهایت ما شواهدی از یک برادیپنه و رسپیریتوری فیلر رو اصطلاحاً ببینیم. با این جمع‌بندی که انجام میشه ما میتونیم اینطوری اصطلاحاً یک خلاصه‌ای رو خدمتتون ارائه بدیم و اون این که در زمینه ارزیابی ایروی و بریسینگ، اگرچه این دو مقوله از هم جدا هستند و اسسمنت این دو به صورت جدا با ابزارها یا خطکش‌های ارزیابی کننده متفاوتی صورت می‌گیره، اما به صورت کلی یک کودک مصدوم توجه به مناسبت راه هوایی و تنفس تقریبا در هم تنیده شده است و مداخلات فوری رو که می‌طلبه ناشی از تشخیص‌هایی هستش که در فاز A یا B به صورت جدا داده میشه تا به مناسبت این تشخیص ها اینترونشن یا مداخلات متناسب با اون اعمال بشه. من عرایزم در این قسمت تموم شد که هم به قسمت ایروی و هم بریسینگ پرداختم. از اینکه مخاطبین عزیز حوصله کردند و یا اساتید عزیزم تحمل فرمودن عرایز بنده رو بسیار بسیار سپاسگزارم. خانم تو بختیاری اگر فرمایشی دارید من در خدمت هستم. استاد خیلی از صحبت‌های خوب و اسلایدهای جذاب و ارائه خیلی خوبتون ممنونیم. واقعا استفاده کردیم و فکر میکنم حضار هم همینطور از صحبت خوبتون استفاده کردن. خیلی خوشحالیم و افتخار داشتیم که در خدمتتون بودیم. از همه همکارا خواهش میکنم که توی قسمت نظرسنجی وبسایت ما شرکت بکنن که لینکش رو توی قسمت چت من ارسال کردم. توی اون قسمت شرکت بکنیم و ما رو توی برگزاری بهتر کنگره تو سالهای بعد همکاری بفرمایید. کلیپی که برای کنگره بین الملل امسال تهیه شده رو هم دعوتتون میکنم که ببینید. Bilimin sınırları yok. 32. Pediatri Kongresi'nde sizleri aramızda görmek isteriz. La scienza non ha confini. Esprimiamo di vedervi al 32º Congresso Pediatrico. La scienza no tiene fronteras. Esperamos que puedan reunirse con nosotros en el 32º Congreso Pediatrico. La science n'a pas de frontières. Nous sommes désireux de vous avoir parmi nous au 32e congrès pédiatrique. Vigyan ki koi sima nahi hai. Hum aapko tisri antarashtriya ban chikitsa congrès mein dekhne ke liye utsuk hain. Science has no border. And we are looking forward to meeting you at the 32nd International Congress on Pediatrics. برای دانش هیچ مرزی نیست. مشتاقانه منتظر ملاقات شما در 32th کنگره بین‌المللی کودکان در تهران هستیم.
خانم دکتر صدا ندارید، صداتون قطع بود، توضیحاتتون رو نشنیدم دوستان. مجدد لطف بفرمایید میکروفونتون رو فعال بفرمایید و فرمایشتون رو تکرار بفرمایید. ممنونم. خیلی صدا ندارید. صدای بنده رو الان دارید؟ بله بله، صدای بنده رو الان دارم. خب من از بابت تأخیری که پیش اومد و مشکل که پیش اومد از همه بزرگواران عذرخواهی میکنم. کلیپی که مشاهده کردید کلیپی بود که برای قسمت بین الملل کنگره امسال ما پخش شد خدمتتون. این افتخار رو داریم که کنگره امسال ما با حضور بیش از 70 سخنران از بیشتر از 20 کشور جهان برگزار میشه و تاریخ برگزاری اون 12 تا 16 آبان معادل 2 تا 6 نوامبر به صورت مجازی از طریق پلتفرم زوم هست که به خاطر برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت ما و به وبسایت اپلیکیشن و صفحات مجازی ما مراجعه بفرمایید. برای علم هیچ مرزی نیست، مشتاقانه منتظر دیدار شما توی قسمت بین الملل کنگرمون هست. برای سخنرانی بعدی از جناب آقای دکتر بیداری دعوت میکنم که لطف بکنن و صحبتشون رو شروع بکنن. آقای دکتر بیداری اگر صدای بنده رو میشنوید خواهش میکنم میکروفونتون رو فعال بفرمایید و صحبتتون رو شروع بکنید. استاد بیداری ما فکر میکنم صدای شما رو سلام استاد. بله صدای شما رو ما داریم. من اسلایت های شما رو هم الان اجرا میکنم. کیفیت صدای بنده خوب هست؟ کیفیت صدای شما هم یه مقدار صحبت اگر بفرمایید خوبه، فعلا واضح هستش، انشالله که مشکلی پیش نمیاد. بله استاد، فقط از اون 3 بالای صفحه سمت چپ لطفا کلیک بفرمایید و بعد مدیریت اسلاید ها یا تیک اونرشیپ رو انتخاب بفرمایید که کنترل اسلاید ها دست خودتون باشه. خب اون 3 که مد نظر هست من چیزی دریافت نمی کنم اینجا وقتی بله. چیزی می کنم درست 3 که در بالا سمت راست استاد الان چی؟ الان مجدد نه هنوز نقش بندر فعال نکردی ظاهرا. چرا استاد شما الان پریزنتر هستی؟ الان درست شد. خب خدا رو شکر ما در خدمتتون هستیم استاد، بفرمایید. خب من خدمت همه حضار محترم در جلسه سلام و عرض ادب عرض میکنم و مبحثی رو خدمتتون میخوام ارائه بدم که بدون تعصب باید بگم مهمترین بحثی است که در ارتباط با منیجمنت پدیاتریک تراما وجود داره و اون هم منیجمنت شاک هست به عنوان مرحله 3 از مجموعه مراحلی که ما باید برای کنترل و مراقبت از بیمار ترامایی به کار ببریم. بله اگر در نظر بگیرید تروما یکی از مسائلی که باش مواجه میشیم شاک هست و شاک معمولا به علت بلاد لاس. اگر پرسیده بشه که شایع‌ترین علت شاک استیت یا سرکولیتوری فیلر در بیماران تروما چی هست، بدون تردید جواب شاک هست و علت اصلی شاک هموریج که این هموریج میتونه منیفست باشه مثل اکسترنال بلیدینگ و یا میتونه اوکالت باشه و در جایی در داخل بدن اتفاق افتاده باشه و نتیجه اون چندان برای بیمار فرقی نمیکنه. و اگر در نظر بگیریم که شایع‌ترین علت مرگ در پدیاتریک ایج به خصوص در اطفال نظیر در واقع اینفانسی رو مد نظرم نیست، بعد از اینفانسی و ادولسنت تروما هست،
در این صورت قاعدتاً به این نکته خواهیم رسید که شاک منیجمنت مهمترین نکته است که در ارتباط با تروما کیر وجود داره، اگرچه اولین نکته اون ممکنه نباشه. خب بذارید من با یک سناریو اینجا شروع بکنم. یه دختر بچه 8 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که عرض خیابان رو در حال دویدن بوده که متاسفانه ماشین عبوری به او برخورد میکنه. این کودک رو با وضعیت آن ریسپانسیو و در شرایطی که تنفس‌های تند داره و وضعیت ظاهر پیل داره و در اندام‌ها وضع پوست به صورت ماتلت هست به بخش اورژانس میاد. وقتی ارزیابی اولی صورت میگیره هارت ریت کاملا افزایش یافته است، ریسپیت ریت بالاست و فشار خون 80/62 که حاکی از یک وضعیت آن استیبل. همزمان کودک وضعیت هوشیاری بسیار پایینی رو داره. بلافاصله نزد افرادی که در بخش اورژانس هستند و پزشک اورژانس و کادر معالج این بحث مطرحه که اولین ارزیابی و اقدامات در این مریض چه میتونه باشه و اولویت ها باید به چه ترتیب در این کودک در نظر گرفته بشه. خب بحث ABCDE در Advanced Trauma Life Support که شامل Pediatric Life Support هم هست در تراما کاملا مد نظره و شما میدونید که Airway و Breathing نکات اولی هست که ما در جریان تراما به اون توجه میکنیم و این یه مقدار ممکنه در ارتباط با کودکی که دچار کاردیک ارست شده باشه به درجاتی متفاوت باشه که این تفاوت البته نسبت به بالغین باز هم کم است. مرحله سی مرحله سرکولیشنه و در مرحله سرکولیشن بحث واسکولار اکسس، مایعات و ریساسیتیشن مایعات و نحوه کنترل هموریج نکات برجسته است که میباید بهش توجه بشه. بنابراین ابجکتیو هایی رو که من میخوام در این قسمت من خدمتون عرض بکنم و انشالله تا پایان این بحث کوتاه اونها رو پوشش بدم شامل این موارد هست. اول از همه ما میخوایم شوک رو دیفاین بکنیم و مراحل بالینی اون رو تشریح بکنیم. بعد میخوایم این موضوع رو مطرح بکنیم که چقدر تشخیص سریع اون اهمیت داره و منیجمنت اون هم به موازات اون چقدر میتونه مهم باشه و چطور ما میتونیم این کار رو به درستی انجام بدیم. راجع به موضوعی که میتونه یه مقدار کانتروورسیال باشه و یا کمتر در موردش دانش اندوخته وجود داشته باشه با اون بلاد ریپلیسمنت در جریان هموراژیک شاک من صحبتهایی رو خواهم کرد و بعد در نهایت ملاحظات خاصی هست که در منیجمنت شاک ما میبایست به اونها توجه بکنیم که اونها هم حائز اهمیت زیاد. خب اولین نکته تعریف شاک چی هست و شما به این تعریف دقت بکنید. شاک عبارت است از یک اختلال در سیستم گردش خون به نحوی که اکسیژن رسانی و پرفیوژن کافی به بافت ها صورت نمیگیره. خب شاید در نگاه ساده این تعریف یک تعریف قدیمی و در این حال کاملا آشنا به نظر بیاد، اما نکته که اینجا وجود داره اینه که ما در اینجا صحبت از generalized state of hypoperfusion میکنیم. یادتون باشه که اینجا هایپوپرفیوژن به جای هایپوتنشن هست و مفهوم این هست که در مراحل اولیه شاک ما بحث هایپوتنشن رو به دلیل مکانیسم‌های دفاعی در بدن نخواهیم داشت، در حالی که هایپوپرفیوژن و تیشو هایپوکسیا به درجاتی اتفاق افتاد. این به این مفهومه که بیمارانی که در هموراژیک شاک هستند در مراحلی قبل از اینکه افت فشار خون پیدا کنن در وضعیت شوک به سر میبرن و تشخیص زودرس شوک در اون مرحله است که حائز اهمیت قبل از اینکه بیمار به بیش سایکل برسه و در شرایطی قرار بگیره که برای هر نوع عمل کردی ممکنه دیر باشه. اما در نتیجه هایپوپرفیوژن سه اتفاق رخ میده از نظر بالینی. اولیش اختلال در اکسیژن رسانی هست و همینجور پرفیوژن و شما شواهد پرپرفیوژن رو مشاهده میکنید. دومی پاسخ بدن هست نسبت به پرفیوژن که اون عبارت است از فعال شدن سیستم سمپاتیک و کتکولامین ریلیز و تظاهرات ناشی از اون از جمله تاکیکاردی. سوم کانسیکوئنس یا تعاقبی است که به دنبال هایپوپرفیوژن اتفاق میفته و اون شامل متابولیسم انروبیک هست که منجر به اسیدوز، اختلالات سلولی و نهایتا مرگ سلولی و در صورت استمرار دچار مرگ ارگانیسم میشه و فرد از بین میره. خب تشخیص شوک به این ترتیب چه ترتیب هست؟ میبینید که تشخیص شوک
عملاً به خصوص در مراحل اولی بر اساس هایپوتنشن نیست. هایپوتنشن یک علائم دیررس شاک سرکولیتوری است. کلیه شواهدی که ناشی از اختلال در پرفیژن نسجی باشه، مثل نسج مغز به صورت درجات مختلف کاهش سطح هوشیاری یا حتی اجیتیشن، پوست که میتونه به صورت پوست سرد و مرطوب باشه، تاکیکاردی، افزایش تنفس که در جبران هایپوکسی نسجی و همینطور اسیدوز متابولیک اتفاق میفته، و اختلال در کپلری ریفیل تایم که این بسیار در کودکان حائز اهمیته که وقتی پالپ انگشتان توسط معاینه‌گر فشار داده میشه و برداشته میشه باید ظرف کمتر از 2 ثانیه اون قرمزی معمول به پوست برگرده. تأخیر در این مسئله نشاندنده اختلال در کپلری فیل تایم است. و نهایتاً کاهش آوتپوت ادراری که به واقع این حساس ترین یافته در ارتباط با شاک استیت هست، اما متاسفانه چون آوتپوت ادراری نیاز به زمان داره تا وضعیت اون مورد پایش قرار بگیره، نمیتونه به عنوان یافته اولیه در تشخیص شوک مرتوجه قرار بگیره و بیشتر برای پاسخ درمان و پیگیری بیمار میتونه توجه بشه. خب انواع شوک چی هست؟ بعد از اینکه ما تعریف و علائم شوک رو عنوان کردیم، شوک رو ما به 2 دسته هایپوولمیک و نان هایپوولمیک میتونیم تقسیم بکنیم. شوک هایپوولمیک شوکیست که در اثر کاهش حجم مؤثر گردش خون اتفاق میفته که تردیدی نیست که در جریان تروما در مراحل اولی به دلیل هموراژی و بلادلاس رخ میده. اما نان هایپوولمیک شاک اگرچه شیوع کمتری در جریان تروما داره ولی دارای اهمیت زیادی است، چون هر یک از اون موارد اگر اتفاق افتاده باشه میتونه درمان خاص و متفاوتی رو داشته باشه. مثلا تنشن نوموتراکس که میتونه مرگبار باشه با تروکوسنتز سوزنی و گذاشتن چستیوب قابل حل، کاردیاک تامپونان با پریکاردیوسنتز و در صورت لزوم جراحی قلب قابل حل، کاردیوژنیک شاک برخلاف هموراژیک شاک که به مایه میتونه پاسخ بده میتونه وضعیت در این زمینه بدتر بشه، بنابراین درمان کاملا متفاوتی رو داره. نوروژنیک شاک که علاوه بر مایه وازوپرسورها میتونن اینجا کمک کننده باشن، و در سپتیک شاک که آنتی بیوتیک ها و برخورد با کانون عفونت میتونه مورد توجه قرار بگیره. بنابراین یادمون باشه هر شاکی الزاماً به مفهوم هایپوولمیک یا هموراژیک شاک نیست، گرچه اولین چیزی که ما در اِوالویشن تروما در بخش اورژانس در بیمار مبتلا به شوک بعد از ارزیابی A و B انجام میدیم عبارت است از هموراژی. خب ببینید فیزیولوژیک ایمپکت بلاد لاس به چه ترتیبه. شما اینجا 3 خط رو مشاهده میکنید. خط بالایی که خط ممتد، خط منقطع ظریف هست، میبینید که صعودی در ابتدا داره که این در واقع هارت ریت هست. خط پایینی که خط ممتدی است، اون خط منقطعی است، اون هم میبینید که نشون دهنده وضعیت کاردیک آوتپوت هست. و اون چیزی که ما در ظاهر ما میتونیم عملا خیلی خوب متوجه بشیم بلاد پرشر، تا زمانی که در حد 30% و بلکه بیشتر از اون از حجم مؤثر خون از دست نرفته باشه تقریبا در وضعیت استیدی استیت هست و بعد از اون افت میکنه. با پیشرفت شوک و درجه شوک نهایتا همه این پارامترها رو به افت میره، ولی در مراحل اولیه شما میبینید که بین هارت ریت و کاردیک آوتپوت یک رابطه عکسی وجود داره و محصول اون حفظ نسبی بلاد پرشر هست که این میتونه چنانچه به عنوان یک یافته جدی به عنوان شوک در نظر گرفته بشه منجر به تأخیر تشخیص بشه. خب شما اینجا کلاسیفیکیشن های هموراژیک شوک رو به 4 استیج میبینید و میبینید که در استیج 1 و استیج 2 وضعیت بلاد پرشر نرماله و از استیج 3 که حداقل 30% از حجم خون از دست رفته باشه ما اولین مراحل هایپوتنشن رو تجربه میکنیم. این به این مفهومه که زمانی که بیمار دچار هایپوتنشن میشه در نوک آیسبرگ قرار داره و پاتوفیزیولوژی و مکانیسم شوک و پاتوژنز اون به مقدار زیادی در وضعیت پیشرفته به سر میبره. برای اینکه این نکته هم از نظر عملی جالب هست، چون بحث هایپوتنشن رو به هر حال ما به عنوان شاک دکامپنسیتد یا سیویر تلقی میکنیم، در ذهن بسپاریم که سیستولیک بلاد پرشر 5% پرسنتایل زیرینش که در واقع ترشول یا آستانی تشخیص افت فشار خون محسوب میشه
از این فرمول در واقع محاسبه میشه که 70 میلیمتر جیوه رو ضرب در دو برابر سن فرد میکنید. در یک نوزاد مینیمم سیستولیک بلاد پرشر حدود 60 میلیمتر جیوه است، در یک سالگی حدود 70 میلیمتر جیوه است و بعد از اون به ازای هر سال 2 میلیمتر جیوه به این حداقل افزوده میشه تا حداقل مقدار نرمال محاسبه بشه. خب ما اینجا دفینیشن شاک رو گفتیم، علائم رو گفتیم، فیزیولوژیک ایمپکت اون رو صحبت کردیم و حالا برسیم به ارزیابی شاک. بعد از اینکه شاک تشخیص داده شد با توجه به اینکه هموراژی عامل اصلی اونه، بلافاصله بحث لوکیت کردن محل خونریزی اهمیت زیادی پیدا میکنه. ما چگونه این رو در بالین و به سرعت میتونیم انجام بدیم؟ قدم اول فیزیکال اگزامینیشن هست و در فیزیکال اگزامینیشن اکسترنال بلیدینگ، خونریزی هایی که از اورفیس های بدن وجود داره، دیستنشن شکم، کاهش صدا در سمع ریه ها و یا انستیبیلیتی لگن که حکایت از شکستگی لگن و مقدار زیادی کانسیلت هموریج در ناحیه رتروپریتون هست میتونه از جمله مواردی باشه که به ما بگه حدس ما در ارتباط با محل خونریزی چیست. اما با توجه به اهمیت موضوع ما به فیزیکال اگزامینیشن نمیتونیم به تنها اکتفا کنیم و اجانت ها یا مکمل هایی در ارزیابی اولیه تروما وجود داره که میتونه در این زمینه به ما راهنمایی خوبی بکنه. چست ایکس ری، پلویک ایکس ری و فاست. فاست مخفف فوکس ابدامینال سونوگرافی فور تروما هست و دیفیوز در واقع پریتونال لاواج دیاگنوستیک هم که انجام شده، دیاگنوستیک پریتونال لاواج اسپریشن جایگزین این موضوع شده که یه روش نسبتاً اینویزیو بوده و امروز کمتر مورد توجه هست. خب بله، شما اینجا فست اگزام رو میبینید که پروب سونوگرافی به طور کلاسیک در 4 مرحله گذاشته میشه. اون چیزی که در سمت چپ و راست بیمار میبینید فضای اسپلنورنال و هپاتورنال مورد بررسی قرار میگیره از نظر وجود مایع آزاد، در پایین وجود مایع آزاد در اطراف مثانه مورد توجه قرار میگیره و پروبی که در قسمت بالا و به سمت توراکس نگاه میکنه جهت بررسی از نظر کالگر تامپونات است. ارزیابی که در 2 دقیقه قابل انجام بد ساید انجام میشه و تغییرات شگرفی رو در مراقبت تروما در بخش اورژانس باعث شده. اجانت های دیگه مثل چست ایکس ری میتونه به صورت ناقافل یک تنشن هموتراکس رو نشون بده و یا مسیف هموتراکس رو که هر کدوم از اونها میتونه در مورد تعیین اتیولوژی شاک به ما کمک کنه. به پلویک ایکس ری که مثلا مطابق تصویر یک اوپن بوک فرکچر رو میبینید که کاملا دهیسنس سیمفیزیس پوبیس و باز شدن ساکویلیاب جوانت هاست و این فرد میتونه یک لگن آنستیبل داشته باشه و خونریزی های وسیع و نامشخصی رو در رتروپریتون تجربه کنه که منجر به شوک یا حتی مرگ بشه. اگر به الگوریتم استفاده از فست در بررسی تروما توجه بکنید، مهمترین ارزش فست اگزم در بیماران آنستیبل، اونهایی که امکان بررسی های کامپریهنسیو مثل سی تی اسکن براشون وجود نداره چون بیمار آنستیبل و امکان انتقالش به دپارتمان سی تی وجود نداره. در اینجا میبینید که اگر فست ما مثبت باشه و بیمار آنستیبل باشه، مفهومش این است که این بیمار مستقیما میتونه به اتاق عمل منتقل بشه و اگر فست ما منفی باشه، در این صورت بعد از اقدامات اولیه و احیای بیمار و بررسی از نظر سایر موارد شد میتونه سی تی اسکن به ما کمک کنه. در بیمار استیبل انجام فست ضروری نیست، ولی اگر در این بیماران فست انجام شد و مثبت بود، چون امکانی برای انجام سی تی داریم، به طور معمول سی تی اسکن برای این افراد جهت بررسی تکمیلی توصیه میشه. خب حالا ببینیم در ارتباط با کیر هموراژیک شاک ما چه کار میتونیم بکنیم. اولین نکته مهم در ارتباط با هموراژیک شاک، توقف خونریزی به هر وضعیت ممکن. اگر این خونریزی به صورت اکسترنال باشه، فشار موضعی، یا در مواردی که فشار موضعی موثر نیست و در اندامی و انتها هست، استفاده از تورنیکه میتونه کاملا کمک کننده باشه. در بتلفیلد و امروزه در کیر بیماران ترومایی در
اونهایی که حوادث شهری رو هم تجربه کردن استفاده از مواد هموستاتیک میتونه کمک کننده باشه. متاسفانه بعضی وقتا خونریزی ها درونی است و امکان هموستاز اون با استفاده از وسایل معمول امکان پذیر نیست. بیمار معمولا نیاز به انتقال به اتاق عمل داره و در بعضی حتی در وضعیت عمل هم شانس کنترل خونریزی کمه، مثل خونریزی هایی که از ناحیه پلویس صورت میگیره. در این صورت انجیو امبولیزیشن میتونه کمک کننده باشه و با انجام این کارهای سافیستیکیتد نیاز به تروما سنتر داره و ارزش تروما سنتر اینجا بیش از هر جای دیگری خودشو بهتر نمود میده. خب وقتی ما میخوایم بیماری رو که دچار شاک استیت هست، اما از اینکه کامپنسیتد یا دکامپنسیتد، تحت فلوید ریساسیتیشن قرار بدیم، چند فاکتور هست که میباید متوجه قرار بگیره. فلوید ریساسیتیشن چی باید باشه، واسکولار اکسس، نوعش، حجم مایعی که میخوایم بدیم و نحوه مانیتورینگ بیمار، همه های اهمیت. از نظر وینوس اکسس، وینوس اکسس چویس در واقع همون آنجیوکپ محیطی که بسته به سن بیمار سایز مناسب اون که معمولا حد اکثر سایزی که ریلایبل هست استفاده میشه. طبیعتاً در اطفال خردسال سایز کوچکتر و در ادولسنس مشابه بالغین از لارج آیوی بور کاتتر استفاده میشه. باترفلای ها باید کاملا حذر بشه، چون در صورت مسیو اینجکشن یا با استفاده از سرنگ میتونه باعث سابکوتانس اینفیلتریشن بشه. و اگر وینوس کانولیشن فیل بکنه در دو یا سه اتمپت، در این صورت بحث اینترا اوسوس اکسس هست که فوق العاده مورد تاکیده. دستیابی به مغز استخوان برای فلوید ریساسیتیشن کار بسیار ساده است با تجهیزات ابتدایی که معمولا این کار در اندام تحتانی و در ناحیه متافیزیال دیستال به در واقع پراکسیمال به صفحه رشد انجام میشه. نباید به صفحه رشد صدمه زد و دوستان که علاقمند هستن و یا با این موارد میتونن سر و کار داشته باشن حتما به منابع مربوطه مراجعه کنن و این صرفا مربوط تروما نیست. در سایر موارد در کودکی به هر حال روش اینتراوسوس بهترین روش بعد از آی وی هست. اما در مورد فلوید، چنانچه بیمار نیاز به دریافت فلوید داشته باشه، بی سی سی پر کی جی، نهایتاً بی سی سی پر کی جی به عنوان بلوس اولیه میتونه بیمار دریافت بکنه که میتونه ظرف 10 تا 15 دقیقه تجویز بشه و در صورت عدم پاسخ حد اکثر تا دو نوبت دیگه این حجم از مایه میتونه داده بشه. اما اگر بیمار 60 سی سی پر کی جی مایه گرفت و همچنین در وضعیت‌های وخیم شوک قرار داره و فشارش پایینه، در این صورت تجویز پکسل رو نباید درش تردید کرد که پکسل چنانچه کراس مچ نشده باشه که معمولا زمان بره و نشده، از گروه خون آیزوتایپ یا گروه های خونی او میشه استفاده بشه. توجه داشته باشید که اگر تجویز خون و محصولات خونی لازمی که تداوم پیدا کنه، اف اف وی و پلاکت هم حتما باید به پکسل افزوده بشه به دلایلی که من خدمت شما عرض خواهم کرد. از این حدی که بیمار بیشتر پکسل دریافت بکنه، ما وارد پروتکل مسیف ترانسفیوژن میشیم. مسیف ترانسفیوژن پروتکل از این جهت اهمیت داره که افرادی که از حد بیشتری ساپلیمنت مایع و پکسل دریافت کردن، خون اونها رقیق میشه، کواغولوپاتی پیدا میکنن و یک بیش سایکل باعث میشه که میزان خونریزی رو افزایش پیدا میکنه. این مرز به صورت تخمینی بر اساس اعدادی که در این اسلاید شما مشاهده میکنید محاسبه میشه. مثلا در یک نونیت کمتر از 5 کیلوگرم 55 میلی لیتر پر کی جی و بیشتر نشون میده که ما وارد این پروتکل شدیم. این پروتکل چی هست؟ این پروتکل این است که ما به ازای هر پکسلی که تجویز میکنیم، یک واحد پلاکت و یک واحد اف اف بی هم باید به بیمار تجویز بشه. این مسئله کاملا در لیتریچر ریسنت مورد تاکید هست. برای فلوید ریساسیتیشن ما به بحث بالانس ریساسیتیشن بیشتر توجه میکنیم، نه اگرسیو ریساسیتیشن. ما نمیخوایم به هر قیمتی فشار رو کاملا نرمالایز کنیم و علائم حیاتی کاملا طبیعی کنیم و آوتپوت کلیوی رو کاملا به حد عادی برگردونیم. این به ویژه در مورد خونریزی هاست که هنوز به صورت دفینیت مورد مراقبت قرار نگرفتن، مثل یک پارگی تحال و بیمار هنوز به اتاق عمل منتقل نشده. اگرسیو ریساسیتیشن میتونه باعث تشدید خونریزی بشه و احتمالی که ما وارد پروتکل مسیف ترانسفیوژن بشیم رو بیشتر میکنه. خب پاسخ بیمار به تجویز مایع و
محصولات خونی میتونه بهبود علائم بالینی، علائم حیاتی و همه اون چیزایی باشه که ما در مورد شاک در موردش صحبت کردیم. اما همه بیماران یک رپید ریسپاندر نخواهند بود. بعضی از اینا علارغم این که این مواردش تجویز میشه همچنان نان ریسپاندره، یا اگر ریسپاندر بوده مجدد افت پیدا میکنه، که این دو موضوع آخر نشون میده که بیمار یک خونریزی داره که هنوز تحت کنترل قرار نگرفته و دخالت جراح رو میطلبه. خب پس بنابراین ما بحث ABCDE رو اینجا مجدد مورد تاکید قرار میدیم و جایگاه C رو که بعد از A و B هست توجه کردید و اهمیت اون رو در این سکانس مشاهده کردید و یادمونم باشه که در زمان فلوید ریساسیتیشن حتما به بحث هایپوترمی هم توجه کنید و اطفال به دلایلی که شما میدونید بسیار بسیار مستعد هایپوترمی هستن و هایپوترمی میتونه اسیدوز رو تشدید کنه، هایپوپرفیوژن بده و نهایتاً باعث عوارض جدی مثل کوآگولوپاتی بشه و کنترل خونریزی رو با دشواری بیشتری همراه کنه. در دو سه اسلاید آخر من به این موارد پیتفال های مهم یه مروری میکنیم. بنابراین مهمترین پیتفال ها چیه؟ اینکه ما هایپوولمیک شاک رو بخوایم با هایپوتنشن تشخیص بدیم، در اصل قطعاً دچار دیلی هستیم. ما باید سایر علائم هم حتما توجه داشته باشیم. اینکه ما هموریج کنترل رو به تاخیر بندازیم و بریم سراغ فلوید ریساسیتیشن، اینکه اگریسیو ریساسیتیشن بخوایم برای بیماران بکنیم به جای بالانس ریساسیتیشن که خودش شدت خونریزی رو میتونه بیشتر بکنه، و اینکه تزریق خون رو علارغم حجم مایع کافی تا 60 سی پر کی جی دادیم به تاخیر بندازیم و باز بخوایم با مایع بیمار رو درمان بکنیم. بنابراین ما بلاد پرشر رو نباید با کاردیک آوتوت معادل بدونیم، من منحنیش رو خدمتون عرض کردم، و هموگلوبین و هماتوکریت هم نباید به اندکس شدت خونریزی بدونیم، چون زمان میگیره تا هموگلوبین و هماتوکریت به وضعیت متعادلی برسه و مشخص بشه که شدت خونریزی و آنمی حاصله چقدر بوده. و نهایتاً این که ما باید به کامپلیکیشن های مثل هایپوترمی، کوآگولوپاتی و اسیدوز توجه بکنیم و اینها رو در ملاحظات شاک ریساسیتیشنمون مد نظر قرار بدیم. ما به طور کلی در این بحث به مسائل inadequate organ perfusion و تیشو اشکال در تیشو اکسیجنیشن اشاره کردیم که این تعریف شاک بود. ما گفتیم که تشخیص و منیجمنت اولی باید در کنار هم صورت بگیره. ما به این اشاره کردیم که در ارزیابی اولی هم فیزیکال اگزامینیشن مهمه، هم اجانکت ها مهمه، و در منیجمنت هم باید به هموستاز سریع فکر بکنیم و هم به بالانس ریساسیتیشن با ترکیبی از کریستالوید و بلاد در صورت که بیمار به کریستالوید در مرحله اولیه پاسخ نده. و نهایتاً این که ما باید تجویز خون رو به مراحل خیلی تأخیری واگذار نکنیم و این کار رو همین که متوجه شدیم که بیمار به منیجمنت اولیه ما پاسخ نمیده مورد توجه قرار بدیم. از توجه همگان من سپاسگزارم. از صحبت‌های بسیار خوب استاد بیداری تشکر می‌کنم بابت ارائه خیلی خوب و مباحث بسیار جذابی که برامون مطرح کردن. سخنران بعدی از استاد جلیلی خواهش می‌کنم که میکروفونشون رو باز بفرمایم و ارائه رو شروع بفرمایم. من اسلایدتونم استاد الان براتون آپلود می‌کنم. با سلام خدمت همه همکاران برام صدای من هست الان؟ بله ما صدای شما رو داریم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت بزرگواران هستم و مبحث مهم ترومای چنگانه در کودکان رو دنبال میکنیم با هم. خب توضیحات خیلی خوبی داده شد در مورد مراحل مختلف اداره بیمار ترومایی. آیدوی حسنی اشاره خوبی کردن به تفاوت‌هایی که در واقع باید انتظار داشته باشیم در مراقبت این بیماران و همینطور به اهمیت توجه به مسئله تروما به عنوان یک کار مولتی دیسیپلینری و با ملاحظات خاص خودش در گروه هدف اطفال و اینکه چقدر میتونه ایمپکت داشته باشه روی در واقع بقای قربانیان حوادث و سوانح و کسانی که در واقع دچار تروما شدن. من در ادامه فرمایشات اساتید بزرگوار، من بحث استپ دی و نورولوژیک اوالویشن
تروما رو خدمت شما ارائه خواهم کرد و البته بخش دیگری از این رو که مربوط به در واقع موارد تروماهای مینور سر هست رو باز در ادامه یکی دیگه از بزرگواران خواهند فرمود. اگر که اجازه بفرمایید من فقط این اسلاید رو خواهم دید، شما زحمت میکشید، من هنوز اون آیتم مدیریت اسلاید رو ندارم روی استاد. شما نمیبینید اون گزینه مدیریت اسلاید رو؟ نه روی یک بار دیگه الان امتحان بفرمایید. اون سه نقطه بالای صفحه سمت چپ کنار عنوان کلاس. بله، نه فقط آیتم بستن رو الان دارم، دانلود رو دارم و بستن. استاد الان چی؟ نه کم کنیم. اگر اشکالی نداره نظرتون من برای شما اسلاید ها رو جلو بزنم. اگر که شما هر زمان بفرمایید من میزنم اسلاید بعدی. اول اگر لطف بفرمایید بحث رو اگر اجازه بدید با یک سناریو شروع میکنیم. بیمار ما یک کودک 3 ساله است که از ارتفاع 10 متری در واقع یک آپارتمان میفته توی در واقع حیات، حالا یا روی پیاده رو، به هر حال بیرون میفته از پنجره و موقعی که به اورژانس میرسه پاسخ نمیده، در واقع ریسپانسیو هست و در یک اورژانس در واقع کوچیکی قرار است که تحت مراقبت قرار بگیره. علائم حیاتی این کودک در بعد ورود به اورژانس همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید یه فشار 95/63 داره، هارت ریت 110 داره، اسپیت ریت 39 داره و سچوریشن 85%. صداهای تنفسیش قرینه هست. استاد بعد اگه لطف کنید خانم دکتر، و طبق همون چیزی که اساتید راهنمایی کردن براش راه هواییش برقرار میشه، انتوباسیون و تراکال انجام میشه که خوشبختانه موفقیت آمیز هست. امکان گرفتن آی وی لاین ازش وجود داره و بنابراین 2 تا رگ بزرگ از محل آنتیکوبیتال براش گرفته میشه. وضعیت اکسیژنیشن بیمارش بهتر میشه، علائم اکسترنال بلیدینگی درش دیده نمیشه، فعلا مایه براش شروع میشه و در واقع ای بی سی بیمار تا اینجا پیش رفته و الان ما در مرحله هستیم که میخوایم ببینیم از نظر نورولوژیک باید برای کودک چه کاری انجام بدیم و چجوری نورولوژیک اوالویشن رو در یه بیمار ترومایی مثل این بتونیم در واقع انجامش بدیم. استاد بعد اگر نت بفرمایید، مرحله دی یا نورولوژیک اوالویشن در اداره بیمار تروما در مرحله اولی یا پرایمری سروی شامل دو قسمت در واقع دو قسمت اصلی هست و یه ملاحظات خاصی که در کودکان به طور خاص باید در نظر داشته باشیم. دو قسمت اصلی دی در پرایمری سروی، یکی ارزیابی سطح هوشیاری است و یکی بررسی از نظر نورولوژیک دیفیسیت ها. یعنی ما باید بتونیم سطح هوشیاری کودک ترومایی رو ارزیابی بکنیم که این در واقع هم در ادامه مسیر مراقبت از بیمار کمک کننده است، هم برای کامیونیکیشن با سایر اعضای تیم و اگر احیانا بیمار نیاز به اقدامات بیشتر داشته باشه، و هم دنبال نقص‌های عصبی بگردیم که دو کار عمده رو در واقع تو مرحله دی انجام میدیم تو پرایمری سروی. یکی نگاه کردن به سایز مردمک و پاسخش به نور هست و دومی اینکه چقدر اندام‌هاش رو، هر 4 اندامش رو حرکت میده و آیا اندامی هست که اون رو در واقع حرکت نده و ما بتونیم یک نقص عصبی گروسی رو اونجا دیتکت بکنیم. البته در همین مرحله دی ذکر شده که حتما حواسمون با هایپوگلایسمیا در بچه‌ها باشه که میتونه در واقع خودش یه علت افت هوشیاری باشه و همینطور تاکید هست به این که بحث پین منیجمنت هم ما گوشه ذهنمون داشته باشیم و اینکه ما چطور در واقع در بیمار ترومایی می‌خوایم درد شدیدش رو احتمالاً کنترل بکنیم. به هر حال کودکان طبیعتاً میتونن مثل هر فرد دیگه دچار آسیب و درد ناشی از اون بشن و کنترلش هست که در ادامه بس باز اساتید دیگه خواهند فرمود. اما برای ارزیابی سطح هوشیاری یک کودک ترومایی ما چه کاری رو باید، چه روش رو میتونیم اتخاذ بکنیم؟ خب ما هممون با گلاسکو کوما اسکیل یا در واقع مقیاس کومای گلاسکو آشنا هستیم و این به همون صورت کم و بیش در اطفال قابل استفاده است با مودیفیکیشن هایی که عمدتاً
این مودیفیکیشن ها در پاسخ زبانی هست. همونجوری که مستحضر هستید گلاسکو کوما اسکیل سه جزء داره که مربوط هست به باز کردن چشم ها، پاسخ حرکتی و پاسخ کلامی، که با اینها در واقع در ممکنه خود به خود یا در پاسخ به تحریک لمسی یا دردناک یا امثال هم انجام میشه که هر کدوم نمره‌ای رو در واقع بین 3 تا 15 به فرد ترومایی اختصاص میدن در مجموع، و به این روش در واقع سطح هوشیاریشو میتونن یه ارزیابی ازش داشته باشن. در مودیفاید پدیاتریک جی سی اس اسکیلی که برای آی اوپنینگ و موتور ریسپانس استفاده میشه کم و بیش همونی است که در جی سی اس بالغین استفاده میشه، اما وربال ریسپانس در واقع طبیعتاً بر اساس سن تغییر خواهد کرد که راجع بهش صحبت میکنیم. نکته ای که وجود داره در مورد جی سی اس، ملاحظه ای که هست چه حالا در مورد بالغین هم به درجاتی از در مورد کودکان بیشتر، این هستش که پایایی بین مشاهدگران یا اینتر ابزرور ریلایبیلیتیش یه مقدار پایین هست. افراد مختلف ممکنه به درجاتی عدد یه مقدار متفاوتی رو به فرد به بیمار در واقع منتسب بکنن. و نکته دیگه که در مورد جی سی اس باید یادمون باشه اینه که خیلی به خوبی و با دقت پیامد بیمار رو در یک بیمار مشخص نمی کنه، یعنی ما صرفا بر اساس جی سی اس بعد به ورود بیمار در واقع نمیتونیم پیامدش رو خیلی خوب حدس بزنیم. این تصور اشتباهی نباشه که اگه یه وقت بیمار ترومایی به دست ما رسید که جی سی اس پایینی داشت، ما اون رو خیلی از همون ابتدا هوپلس بدونیم و فکر کنیم که حتما پیامد بدی خواهد داشت. الزاماً یک ارتباط خیلی زیادی با پیامد نداره، اگرچه که خب در طی درمان و در واقع سیر بیماری مرتبط خواهد بود و خب در ابتدا هم برای ضمن در برای بعد به ورود در واقع این دیولپ نشده. خب این مودیفاید پدیاتریک جی سی اس هست در اطفال که در واقع چه صورت استفاده میشه. همونجوری که ملاحظه میکنید آی اوپنینگ و موتور ریسپانس خیلی شبیه به آن چیزی هست که در بالغین استفاده میشه، بر حسب اینکه آیا کودک چشمانش باز باشه یا با تحریک دردناک یا صدا زدن باز بکنه یا اصلا چشمش رو باز نکنه نمره 4 3 2 و 1 میگیره. بنابراین در بهترین حالت نمره 4 خواهد داشت، و اگر که اصلا چشمش رو حتی با تحریک دردناک باز نکنه نمره 1 خواهد گرفت. در مورد موتور ریسپانس اگر که حرکات خود به خودی داشته باشه طبیعتا نمره کامل 6 رو میگیره، و اگر هیچ حرکتی نداشته باشه در واقع نمره 1 رو میگیره. بین این دو تیف در واقع بحث به اینکه نسبت به لمس یا درد حرکت رو انجام بده، و اینکه وقتی حرکت رو انجام میده یک در واقع حرکت هدفمندی باشه یا یک فلکشن غیر طبیعی یا حتی اکستنشن غیر طبیعی، اون چیزی که ما تحت عنوان پوستچرهای در واقع دکورتیکو و دسربره میشناسیم، پاسخ بده نمرات متفاوتی رو خواهد گرفت. اما تفاوت عمده در واقع وربال ریسپانس هست که خب کودکی که در پاسخ به در واقع اون کرگیور معمول خودش حرف میزنه و در واقع اون صداهای طبیعی رو از خودش خارج میکنه طبیعتاً نمره 5 کامل رو میگیره، و اگر هیچ پاسخی رو نمیده نمره 1. این بین بر حسب اینکه آیا وقتی تحریک دردناک میشه درد گریه میکنه یا اینکه نه اساساً فقط گریه میکنه و بیقرار هست، یا اینکه وقتی که تحریک دردناک میشه فقط ناله میکنه، باز نمرات متفاوتی رو به دست میاره که ملاحظه میفرمایید در واقع تقسیم بندی است که به این شکل از همونجور که عرض کردم بین نمره 3 تا 15 رو میتونیم در واقع به کودک نسبت بدیم. اسلاید بعد اگر هم دو لطف بفرمایید، باز این یه تقسیم بندی دیگری است که در واقع ملاحظه میکنید که کم و بیش در واقع اون نوع وربال ریسپانس رو برای اینفنسی در واقع ذکر کرده و برای بعد از اون تقریبا یه چیزی شبیه آنچه که در بالغین ما داریم رو اشاره کرده، ولی به هر حال اون چارچوب کلی همون هست و همونطور که میبینید در واقع ما باید بتونیم بر اساس این سه شاخص باز کردن چش، بهترین پاسخ کلامی و بهترین پاسخ حرکتی، وضعیت جی سی اس سطح هوشیاری کودک ترومایی رو ارزیابی بکنیم. اسلاید بعد اگر لطف بفرمایید خانم دکتر. یه روش دیگری که برای ارزیابی سطح هوشیاری در کودکان پیشنهاد شده در واقع مدل AVPU هست که خیلی ساده تر هست و در این حال یک متد ولیدیت شده است که میشه باهاش وضعیت هوشیاری کودکان ترومایی رو مورد ارزیابی قرار داد. الان هم در پالس اون چیزی که در واقع توصیه میشه استفاده از AVPU است که خیلی ساده تر در واقع به 4 دسته تقسیم میکنه کودک ترومایی رو از لحاظ سطح هوشیاری. A awake هست، کودکی که بیداره. وی وربال هست، یعنی کودکی که به پاسخ‌ها و تحریک‌های کلامی پاسخ میده.
پی کودکی است که به تحریک دردناک پاسخ میده و یو آن ریسپانسیو است یا کودکی که پاسخ نمیده، که بنابراین این هم یه تقسیم بندی است که خیلی ساده تر هست. در این حال مطالعات این رو در واقع به عنوان یک روش ولید برای ارزیابی وضعیت منتال کودکان ترومایی توصیه کردم و همونجور که عرض کردم پالس هم این رو توصیه میکنه و در گایدلاین پالس هم توصیه شد. قسمت دومی که عرض کردم در مورد مرحله دی هست ارزیابی سایز مردمک و پاسخش به نور هست. خب ما انتظاری که داریم این هستش که در واقع مردمک ها قرینه باشند و مردمک ها هر دو پاسخ طبیعی به نور داشته باشند. حالت های متفاوتی ممکنه اینجا دیده بشه، از جمله میوز، از جمله میدریاز، از جمله در واقع میدریاز یک طرفه، میدریاز عدم پاسخ به نور، یا در واقع موارد دیگری که هر کدوم از اینها میتونه معنی خاص خودش رو در ارزیابی نورولوژیک داشته باشه. به طور خاص ما باید حتما اول قبل از در واقع هر کاری وضعیت مردمک ها رو از لحاظ قرینه بودن و سایزشون نسبت به هم ببینیم و بعد با تابوندن نور به هر کدوم از چشم ها و مشاهده پاسخ مستقیم و غیر مستقیم در واقع بتونیم پاسخ به نور رو هم حتما ارزیابی بکنیم و این یک جزء مهم از در واقع معاینه نورولوژیک و ارزیابی نورولوژیک در فاز دی پرایمری سروی خواهد بود. سوال بعد اگه لطف بفرمایید. خب ما سناریومون ادامه بدیم. کودکی که صحبتش رو کردیم که وقتی به اورژانس رسید در واقع آن ریسپانسیو بود، چشماش رو باز نمی کرد، یک ناله غیر قابل درکی می کرد، در واقع ناله می کرد عمدتاً، و وقتی که تحریکش می کردن به صورت غیر طبیعی اکستند می شد یا پوزیشن اکستنشن به خودش می گرفت، که خب خاطرتون هست یکی از اون نمرات پایین موتور ریسپانس بود، مردمک هاش غیر قرینه بودن و از گوش راستش هم خون خارج می شد. خب این سناریو در واقع نشون دهنده کودک ترومایی است که در ارزیابی نورولوژیکش یه نمره پایینی میاره، هم از لحاظ سطح هوشیاری و هم از لحاظ در واقع داشتن علائم فوکال نورولوژیک که به صورت مردمک یک طرف است. باید بدونیم که در واقع به چه دلایلی ما ترومای سر رو در کودکان متفاوت میدونیم از بالغان. اشاره خیلی خوبی همکاران کردن به اینکه کودکان صرفا مینیاتوری از بالغی نیستن، تفاوت‌های آناتومیک و فیزیولوژیکی وجود داره که باعث میشه مراقبت از این بیماران ملاحظات خاص خودش رو داشته باشه. خب در کودکان در جمجمه چیزی که ما میدونیم این هستش که کودکان یک سر بزرگتری به نسبت جثه‌شون دارن و این باعث میشه که احتمال آسیب سر در بیماران مالتیپل ترومای کودک افزایش پیدا بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که سطح مقطع در واقع بزرگتری به خودش اختصاص میده و بنابراین لستریشن ها و هماتوم های سر میتونه با یک در واقع بلیدینگ زیادی همراه باشه، یعنی حجم زیادی از خون مثلا در هماتوم سر اونجا سکست بشه و از گردش خون خارج بشه. کرانیوم اینها، جمجمه اینها نازک‌تر هست و بنابراین مستعد به اسکال فرکچر بیشتر هستن و البته از اون طرف سوچرهاشون باز هست که این باز بودن سوچرها باعث میشه که افزایش ICP رو بهتر اکومودیت بکنه و بهتر در خودش جا بده، که البته از اون طرف میتونه با خطر تشخیص دیررس آسیب‌های جدی اینتراکرانیال هم همراه باشه. بنابراین اینها تفاوت‌هاییست که از جمله تفاوت‌هاییست که در اسکال دیده میشه. همینطور اگر که باز بریم یه خورده داخل‌تر می‌بینیم که فضای ساب آراکنوئید کودکان یه مقداری به نسبت کوچکتر هست و وقتی این فضا کوچکتر هست بنابراین اون بویانسی یا قوتوری مغز کمتر هست و یکی از مکانیزم‌هایی که بدن داره برای محافظت از مغز در برابر ضربات در واقع همین شناوری و قوتوری مغز هست که خب با این کار در واقع کاهش پیدا می‌کنه و بنابراین مومنتوم هایی که در سر اتفاق میفته احتمال اینکه بتونه ضایعات پارانشیمال مغز رو تحت تاثیر قرار بده افزایش پیدا میکنه. علاوه بر گردن هم یه مقداری فست های مورای گردنی در کودکان در واقع افقی تر هستن و
عضلات و لیگامان هم شلتر هستن، مجموعه اینها احتمال سرویکال اسپاین اینجری و اون چیزی که ما تحت عنوان اسپاینال کورد اینجری ویداوت رادیولوژیک ابنورمالیتی میبینیم یا سیورا در واقع افزایش میدن. بنابراین حواستون باید باشه که کودکان از این نظر لحاظ گردن و نخاع گردنی هم در معرض آسیب بیشتری هستن. اما خود مغز، اگر استاد بعدی رو لطف کنید خانم دکتر، خود مغز هم تفاوت‌های آناتومیک و فیزیولوژیکی در کودکان داره. ما میدونیم که مغز کودک در 6 ماه اول تولد تقریبا 2 برابر میشه از لحاظ سایز و در 2 سالگی تقریبا 80% سایز یک مغز بالغ رو به خود در واقع به دست میاره. گردش خون مغز به صورت طبیعی در کودکان تا تقریبا 2 برابر بالغین افزایش پیدا میکنه، به طوری که در سن 5 سالگی تقریبا 2 برابر بالغین گردش خون دارن و بعد البته کاهش پیدا میکنه و به همون شکلی که مربوط به بالغین هست در میاد. و این خیلی خوب نشون میده که این افزایش بلاد فلو چطور میتونه مغز رو خیلی مستعد هایپوکسی و هایپرکاربی بکنه. بنابراین مغز کودکان حساس‌تر هست به خاطر اون افزایش بلاد فلو نسبت به هایپوکسی و هایپرکاربیا و این خیلی خیلی نشون میده که مهمه که ما توجه بکنیم هم به آسیب‌های مغزی و هم در واقع همونجوری که در ادامه خواهم گفت جلوگیری از آسیب‌های ثانویه به مغز. اگر اسلاید بعد رو لطف بفرمایید خانم دکتر. خب پس ما متوجه تفاوت‌های آناتومیک و فیزیولوژیک مغز و جمجمه و گردن بچه‌ها با بزرگسالان شدیم. حالا سوال این هستش که یه مریضی با این سناریو با این شکل و شمایل وقتی که میاد آیا نیازی به ایمیجینگ، نیازی به تصویر برداری دارد یا ندارد؟ اگر استاد بعد لطف بفرمایید استاد بفرمایید که اگر که کودکی به دنبال تروما با جی سی اس 13 و کمتر به اورژانس مراجعه بکنه تقریبا همه قائل هستن که این باید حتما نوری ایمیجینگ یا تصویر برداری مغزی ازش انجام بشه. در مورد جی سی اس های 14 و 15 اقوال متفاوت تر از آقای دکتر فارسی در ادامه در واقع مفصل تر راجع به این موارد که ما اونها رو ماینر هد تروما میدونیم صحبت خواهند کرد، ولی خب این یه چیز تقریبا مشخص است دیگه. اگر جی سی اس 13 و پایین تر داره حتما نیاز به تصویر برداری داره که بیمار ما هم همونجوری که از سناریو خاطرتون هست با توجه به اینکه در با تحریک دردناک یک پوزیشن پوزچر دسربره به خودش میگرفت در واقع و فقط یک ناله کردن های غیر قابل درکی داشت و چشماش رو باز نمیکرد طبیعتا یک جی سی اس خیلی پایینی داره و بنابراین حتما باید نورو ایمیجینگ در موردش انجام بشه. خب اون چیزی وقتی صحبت نورو ایمیجینگ در تروما میکنیم بیش از هر چیز و اول از هر چیز در واقع سی تی اسکن توی ذهن ما میاد. سی تی اسکن جمجمه بدون کنتراست یک روش و مدالیته خیلی خوب و مناسب برای ارزیابی آسیب های مغزی در این بیماران هست. خیلی خوب میتونه آسیب های داخل جمجمه ای کریتیکال رو شناسایی و اکسکلود بکنه و بنابراین اگر که بریزی سی تی نرمال داشته باشه ما تقریبا خیالمون راحتش هست که یک آسیب کریتیکالی که نیازمند به مداخله فوری یا ارجن داشته باشه نداره و خیلی زمان زیادی هم نمیبره، خیلی سریع قابل انجام هست و معمولا هم نیازی به سدیشن نداره. باز مثلا امارایی که خیلی زمان بیشتری میبره و نیاز به بی حرکتی بیشتری داره در اون حد هم نیست. البته در کودکی که کامباتیو باشه یا خیلی آژیته باشه یا بچهای زیر 2 سال خب طبیعتا ممکنه که سدیشن هم نیاز باشه. بنابراین ببینید که مزایای زیادی داره انجام سی تی اسکن نسبت به چیزهای دیگری که میشه به عنوان روش‌های نورو ایمیجینگ در نظر گرفت و به همین دلیل هم در مریض ترومایی مطرح هست. اما به هر حال دیس ادوانتیج هایی هم داره، از جمله در واقع اون آسیبی که محتمل هست بر اثر تشعشع و رادیشن اکسپوژری که اتفاق میفته که خب هم ریسک کانسر و هم ریسک در واقع کانسر به صورت کلی و برین کانسر رو در واقع افزایش میده و حالا اینکه به زمانهای نیاز به سدیشن داره این هم جزو دیس ادوانتیج های سی تی میشه در نظر گرفت. خب سناریوی ما کودک ما سی تی اسکن شد و نمایی که ملاحظه میفرمایید همونجور که در تصویر میبینید یه خط شکستگی کوچک به اضافه یه خونریزی که در زیر اون دیده میشه و در واقع اپیدورال هماتوما هست که تو این کودک دیده میشه و به همین دلیل در واقع دچار آسیب مغزی و اون تغییرات نورولوژیک هم شده. خب استاد بعد اگه لطف بفرمایید
حالا که ما دیدیم که این کودک ما در واقع به این مرحله از لحاظ نورولوژیک آسیب دیده، چه کارهایی باید براش انجام بدیم، چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ اگر استاد بعد درست بفرمایید. خب به صورت خیلی خلاصه و سریع اگر بخوام بگم، در آسیب‌های تروماتیک مغز مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم جلوگیری از آسیب‌های ثانوی است و این مسئله خیلی خیلی مهمه. یعنی چی؟ حالا صرف نظر که بالاخره این مریض هم حتما به بی‌حرکتی ستون مهره‌ها و خصوص ستون مهره‌های گردنی نیاز داره، حتما باید تو این مریضا ایمیجینگ مهره‌های گردنی انجام بشه، چون دیگه تو هیچ جور دیگه نمیشه تو اینها در واقع گردن رو کلیر کرد و خیالمون از بابت مهره‌های گردن در واقع راحت بشه. خب طبیعتا نیازمند به اینتوبیشن و ونتیلیشن هست که این بیمار هم همونجوری که در سناریو گفتیم انجام شده بود، به خاطر جی سی اس پایینش امکان پروتکشن راه هوایی رو نداشت. حتما باید اکسیژن سچوریشن رو بالای 90 نگه داریم، حتما پی سی او 2 رو بین 35 تا 40 نگه داریم. اگر این کارو نکنیم آسیب ثانویه ایجاد میشه و ما صحبت کردیم که کودکان، به ویژه کودکان زیر 5 سال که دو برابر جریان خون بالاقین رو در واقع به مغزشون دارن، اینا خیلی مستعد این آسیب هستن و حتما ما باید یادمون باشه که مهمترین کاری که برای جلوگیری از آسیب بیشتر مغزی میتونیم بکنیم این هست. فشار خون رو که تو بیداری اشاره کردم به مقدار در واقع لوور لیمیت نرمالش، حتما باید بالاتر از اون مقدار نگه داریم و در واقع هایپوتنشن رو جلوش بگیریم و نذاریم که در واقع مغز به خاطر این هایپوپرفیوژن دچار آسیب های بیشتری بشه. بسید بعدی رو اگه لطف بفرمایید هم دیتون. حتما باید اینا سدیت بشن، دردشون کنترل بشه، که باز اشاره کردم که در ادامه دوستان خواهند فرمود که روش های کنترل درد در این بیماران چجوری هست. قند خون طبیعیشون باید حتما در واقع حفظ بشه، نه هایپوگلایسمی نه هایپرگلایسمی، هیچ کدوم از اینها در واقع مناسب برای مغز نیستن و هر دو میتونن آسیب ثانویه مغزی ایجاد بکنن. تمپرچر رو حتما باید بین 38 تا 36 تا 38 نگه داریم. حواستون باشه اصلا در دورهای کوتاه مدت هایپوتمی توصیه نمیشه، بنابراین یه نورمال تمپرچر خیلی خیلی مهم هست و خب طبیعتا البته در اینجور موارد مشاوره یا ریفر نوروسرجری هم اهمیت داره. اقداماتی که همکاران نوروسرجن میتونن کمک بکنن، ICP مانیتورینگ هست، اگر بیمار هماتومی داره مثل این مریض که نیاز به تخلیه داره تخلیه اون، در مواردی که حتی اینتراکرانیال هایپرتنشن ریفرکتوری داریم استفاده از CSF شن و همسال بحث سیجر پروفیلاکسی هم در هتروما بحث بسیار بسیار مفصلی است که خب طبیعتاً الان اینجا نمیشه همه مسائل شجاعتشو بحث کرد، اما باید خاطرمون باشه که عموماً فعلا در حال حاضر این بیماران معمولاً پروفیلاکسی سیجر رو دریافت میکنن که خب همون فنیتوین یا فوسفنیتوین در واقع داروی مناسبش هست. این خلاصه بود از آنچه که در فاز دی ما باید انجام بدیم و بیماری که باید در واقع نیاز به مداخلاتی از لحاظ آسیب‌های نورولوژیک داره. من عذرخواهی میکنم اگر که چند دقیقه هم از وقت گذشت و سعی کردم که در همون تایم حتی نمیکنم بحثم رو نگه دارم، اگر که مطلب و سوالی باشه در خدمتون هستم و ممنون از توجهتون. ممنون از شما استاد جلیلی بابت ارائه خیلی خوبتون. بازم عذر میخوام که مدیریت اسلایت ها رو نشد چیز کنیم و اگر من یه مقدار جلو عقب اسلایت ها رو کردم معذرت میخوام از خدمتون. بعد از استاد جلیلی در خدمت استاد عباسی هستیم. استاد عباسی اگر صدای ما رو میشنوید خواهش میکنیم که میکروفونتون رو فعال بفرمایید که با سخنرانی بعدی در خدمت شما باشیم. با سلام، صدای ما میاد؟ بله استاد، ما صدای شما رو الان داریم. خدمت کالی همکاران و اساتید محترم پنل و خسته نباشید. فقط در مورد اسلاید الان دسترسی اگه به ما بدید ممنون میشم. الان چیزی ما ندارم. بله استاد، یه چند لحظه الان من اسلاید های شما کارگزاری میکنم، یه ده حد یک دقیقه من فرصت. خب استاد، اسلاید های شما الان بارگذاری شد. از اون سه نقطه بالای صفحه سمت چپ اگر کلیک بفرمایید تیک اونرشیپ یا مدیریت اسلاید ها رو انتخاب بفرمایید. من سه نقطه رو فعلا ندارم. هنوز فعلا نیست. بذارید من مجدد تلاش بفرمایید. نیستم شما سه نقطه رو میبینید؟ حالا یا بالای رو سمت راست اصلا، یا سمت راست صفحتون هست یا سمت چپ اونجا که عنوان جلسه نوشته شده روز سه پنل دو کلاس دو و اسم شریف شما نوشته شده. بله ولی چیزی ندارم.
خب اگر صلاح میدونید میخواید من برای شما اسلاید رو جلو بزنم، پس من عذر میخوام از شما. خب با تشکر از اساتید که پرایم استری فرمودن و حالا بعد از که پرایم استری تمام شد ما باید بریم دنبال بقیه ادامه کار که شامل سکند سروی. سکند سروی شامل ماینه کامل و هیستوری کاملی که از بیمار اخذ میکنیم. ولی چه زمانی باید سکند سروی رو ما شروع کنیم؟ بسیار بعدی رو لطف میفرمایید. زمانی ما سکند سروی شروع میکنیم که مریض کاملا استیبل باشه. یعنی شما تمام پرایم سروی رو انجام دادید و هر مشکلی در زمینه ایوی، پروتئین، سیرکولیشن و دیزابیلیتی وجود داشته برای بیمار برطرف کردیم و هیچ موقع ما اجازه نداریم به سکندری سروی رو شروع کنیم در حالی که مریض ما آنستیبل و کلی اسسمنت بیمار ABCDE انجام شده و علائم حیاتی به حالت نرمال برگشته. سلی بعدی رو بفرمایید. خب سکندری سروی شامل چه قسمتایی می باشه؟ شامل چند قسمتایی که هیستوریه، فیزیکال اگزامینیشن که توی اگزامینیشن و همراه اسسمنت وایتال ساین به صورت مکرره که زمانی برای مریض مشکلی پیش نیاد. ماینه نورولوژیک کامل که باید به بیمار انجام بشه و به صورت مکرر وضعیت هوشیاری جی سی اس بیمار کنترل بشه و اگر نیاز داریم که تستای اختصاصی خاصی رو انجام بدیم در این مرحله برای استیبل شدن بیمار به صورت حالا پورتا و یا به صورت انتقال بیمار به سایر قسمت‌ها انجام دیم. و چیزی که مهمه در این قسمت ارزیابی مکرر بیماره و این نباید فراموش بکنیم که خیلی خیلی مهمه در میزان کاهش مورتالیتی و موربیدیتی که ما برای بیمار انجام بدیم. اصلا بعدی راست می‌فرمایید. خب اول قدم هیستوریه. اومن ما در اطفال خب هیستوری گفتم مشکله و خب ما از همراه بیمار، از پدر، مادر و یا کسی که سر 15 پرسنت سر 15 در مورد میکانیزم آف انجری از نحوه تصادفی که ایجاد شده از ازشون سوال میپرسیم. حالا که من در قسمت اسلاید بعدی بهش میپردازم و ما باید یک هیستوری خیلی خلاصه از بیمار بگیریم که مهمترین اعضای هست بر اساس امپله که شامل آلرژی، آیا بیمار سابقه آلرژی داره، آیا داروی بیمار داره مصرف میکنه، آخرین دارویی که مصرف کرده کی بوده، اگه داره الان در حال مصرف داروی هست، آیا مریض سابقه بیماری خاصی داره، اگه در سن پرگنانسی هست آیا بیمار پرگنانت هست یا نیست و آخرین غذایی که مصرف کرده کی بوده و چی بوده و حادثه و محیط و میکانیزمی که به بیمار اتفاق افتاده به چه صورتی بوده که اینا در منیجمنت ما خیلی کمک میکنه. خب میرسه به میکانیزم آف تروما یا میکانیزم آف اینجری که خیلی مهمه. شما میتونید بر اساس میکانیزمی که برای بیمار اتفاق میفته تقریبا حادثه‌ای که ممکنه و ارگان‌هایی که درگیر شده باشه رو برای بیمار حدس بزنیم و مهمه که بپرسیم از حالا پرسن سر 15 که بیمار مثلا سرعت وسیله نقلیه به چه حد چطور بوده، بیمار چه وسیله نقلیه سوار بوده و جهت تروما به چه صورت، ماشین مثلا از کدوم طرف مورد اصابت قرار گرفته، شخص مصدوم در کجا نشسته، آیا کمربند ایمنی رو بسته نبسته و دفورمیتی ماشین، جهت تصادف، پرتاب شده، آیا بیمار پرتاب شده از ماشین، ماشین چپ شده، رولاور شده و یا نه و یا اینکه آیا میکانیزم ممکن است پنتینگ تروما باشه که شخص مورد اصابت چاقو اسلحه و یا غیره قرار گرفته باشه، آیا و در نظر بگیم احتمال ترمال انرژی اینجوری که ممکن بیمار دچار صدمه در محیط بسته و یا در محل کار شده باشه و یا آسیب‌های شیمیایی و شیمیایی رو ما بتونیم تشخیص بدیم. اصلاحی بعدی لطف می‌فرمایید. خب در مورد اطفال همونجوری که اساتید فرمودن با بزرگسالان واقعا تفاوت‌های از نظر آناتومی به خصوص از نظر ایوی که استاد جعفرنژاد گفتن، از نظر سایز سر و نک که دکتر جلی گفتن و پوزیشن‌هایی که در حین ایوی منیجمنت وجود داره برای بیمار هست، برای اطفال هست که ما باید مد نظرمون باشه که در ماینات و منیجمنت بیمار مورد بررسی قرار بگیره. استاد بعدی رو می‌فرمایید. خب در بچه ها همونجور که استاد بیداری فرمودن وضعیت بدن بیمار با توجه به میزان وضعیت سطح بدن بیمار و پوست نازک بچه
احتمال که از دست رفتن گرما و هایپوترم شدن بیمار خیلی مهمه و این مهمه که در ارزیابی اولیه و ثانویه حواسمون باشه از ایجاد هایپوترم بیمار جلوگیری کنیم و همونجوری که فرمودم هایپوترمی باعث میشه که بیمار ریفرکت مقاوم به درمان بشه، کوآگولوپاتی پیدا کنه و ممکنه دچار نقص سی ان اس به خاطر هایپوترمی بشه. بنابراین ما تا اونجایی که میتونیم باید بچه رو از هایپوترمی شدن جلوگیری کنیم. استاد بعدی میفرمایید. خب حالا میرسیم به ماینه. همونجوری که استاد جدی فرمودن که در مورد سر در اطفال یه سری کاملا استاد جلیلی فرمودن اختلافات وجود داره، خب من دیگه به چیزا میکنم اونا رو نمیگم و ما ماینه سکند سوی از نگاه کردن شروع میکنیم که ببینیم آیا بیمار دچار لسریشن شده، آیا سی اس اف لیکیج داره، آیا هماتوم داره در قسمت های مختلف سر یا نداره. بعد میریم لمس میکنیم که ببینیم آیا فرکچر وجود داره، آیا لسریشن وجود داره. اگه لسریشن وجود داره ما باید اکسپلور کنیم که ببینیم آیا برین تیشو اکسپوز شده یا نشده، آیا سی اس اف داره لیک میکنه یا نه، و در تمام قسمت های سر دنبال این مسائل بگردیم. آیا و ماینه کامل چشم، که ماینه کامل چشم از دید بیمار، آیا بیمار سایز مرتومک خیلی خیلی مهمه و باید به صورت مکرر بررسی بشه و از ببینیم که بیمار دچار هتروما شده یا نشده و یا تغییر در مرتومک سایز مرتومک ایجاد میشه و یا نه، آیا چشم دچار هموریج شده، آیا فرد دچار کانتکت لنز هست که باید از اون پاسیبل خارج بشه، و اگر دیسلوکیشن لنز ما داریم که تو ماینه با اتوسکوپ متوجه بشیم. و در این حال یادمون باشه که ماینه گوش رو انجام بدیم، کانال گوش رو نگاه کنیم با اتوسکوپ و بررسی کنیم. یه سری پیتفال ها ممکنه اتفاق بیفته که ممکنه بیمار آن کانشسنس باشه که واقعا ماینه کردن این قسمت ها ممکن برامون اویلیبل نباشه. و از پیتفال ها پری اوربیتال ادماس که علتش اینه که ممکن به صورت تاخیری اتفاق بیفته، بنابراین باید ما بیمار رو به صورت مکرر ماینه کنیم و ماینه گوش و کانال گوشش رو یادمون نره. لطفاً کن اسلاید بعدی. خب بعد میرسیم به ماینه صورت که ببینیم از نظر تغییر در نگاه دیفورمیتی، زخمی، ابریژن، هماتومی در صورت میبینیم. بعد در مرحله پالپیتیشن آیا کیپتیشن دیفورمیتی و غیره میبینیم و یا نه. و اینجا خیلی مهمه که هر گونه آسیب استخوانی در صورت و سایر آسیب‌ها رو تشخیص بدیم و حواسون باشه که ممکنه راه هوایی اختلال پیدا نکرده باشه. اگه شما هر لحظه متوجه شین که راه هوایی بیمار مختل شده، باید برگردیم به ABCD. در طول بازیابی ثانویه نقطه رو باید مد نظرمون باشه که ما هر موقع متوجه شیم که بیمار آنستیبل شد، برگردیم به همون خط اول که پرایمری سروی و از ایج شروع کنیم به بررسی کردن. بعد یکی چیز پیتفالایی که ممکنه اتفاق بیفته که بیمار پلت فرکچر که باید مد نظرم باشه، اگه اتفاق بیفته، اگه قرار باشه به بیمار انجی بذاریم، از طریق دهان بذاریم و از طریق بینی، این کار رو انجام ندیم. و دقت کنیم که شکستگی‌ها به صورت مکرر، به خصوص شکستگی بینی، شکستگی که جابجا نمیشن در زایگما، ممکنه میس منیجمنت بشه و که نیاز داره به صورت مکرر بیمار رو ارزیابی و معاینه کنیم که مانع میس منیجمنت در این قسمت بشیم. پس استاد بعدی رو میفرمایید. بحث بعدی در مورد نکه، که حالا در مورد نکه حالا میشه سافت تیشو نظر ما هست که یه چیزی که مهمه همون میکانیسم آف تروماست که ببینیم بیمار دچار پنتینگ تروما در ناحیه نک شده یا اینکه دچار بلان تروما شده، که همون نگاه میکنیم از نظر هر نوع تغییر در راه هوایی و هورسنسی که بیمار ممکنه براش اتفاق افتاده باشه. و در لمس باید دقت کنیم که حالا اومد بیمار توسط سرپوزه که به بیمارستان منتقل میشه کلار داره، شما به صورت آسیب یه نفر که حالا گردن رو حفظ میکنیم کلار رو باز میکنیم و بیمار رو معاینه میکنیم بیمار تندرنس ناحیه بافت نرم داره یا نداره، آمفیزم سابکوتانوس داره، آیا دیویشن در تراش اتفاق افتاده یا نیفته، لارنکس آیا دچار تندرنس یا فرکچر هست یا نیست، اینا رو بررسی میکنیم و هر گونه هماتوم، استروئید و بروئید رو مد نظرمون داریم.
و در این حال هم اینجا یه چیزی که مهمه که ما باید شریان کاروتید رو هم لمس کنیم و هم این گوش بدیم و هر گونه تغییر در شریان کاروتید رو مد نظرمون باشه و یکی از ترومه‌هایی که ممکنه میس بشه مخصوص توی داخل گردن همین ترومه به شریان کاروتید که ممکن باعث دایسکشن شریان کاروتید بشه که باید هم لمس کرد و هم سم کرد. ولی دقت کنید سی پیتفال ها که ممکن اتفاق بیفته. در این ناحیه ممکن شون یه سی ساین و سیمتوم صورت دیلی اتفاق بیفته. بنابراین معاینه مکرر من بارها دارم تاکید میکنم خیلی مهمه که معاینه مکرر بیمار و بچه انجام بگیره، بخصوص بچه ها که نمیتونن علائمش رو بگن و ایروی بیمار که ممکن حل از دوتوش اختلاج داشت و یه سری سزایاتی که ممکنه واقعا به صورت مخفی باشه مخصوصا در این ناحیه که باید در معاینه مکرر دنبال این سزایات بگردیم. سلاید بعدی رو میفرمایید. بعد از گردن میریم سراغ چست. در بیماران بعد فالیسی تفاوتهایی داریم که با بقیه بزرگسالان باید مد نظرتون باشه. یکی چست در اطفال انعطافش بیشتره و چست اینجوری در اطفال ممکنه به علت این انعطاف بیشتر تفاوتش با بزرگسالان بیشتره که یک بیشتر زاییاتی که ما در چست ترما میبینیم یکی کانتیوژن های ریه است که باید مد نظرتون باشه و به خاطر اینکه مدیاستان بیشتر موبایل در بچه‌ها احتمال تنشن نوموتوراکس در بچه‌ها خیلی بیشتر از بزرگسالانه و باید مد نظرمون با قرار بگیر که چست اینجی واقعا در بچه‌ها نسبت به بزرگسالا کمتر تحمل قرار میگیره. بنابراین ما باید به صورت مرتب بیمار رو مانیتور کنیم، پالس اکسیمت بکنیم و ارزیابی مجدد کنیم که به بچه دچار اشکال نشه، چون که اگه بیمار دچار کانتیوژن باشه ممکن است سطح دیلی خودش رو نشون بده و از حالا گرافی و یا سونوگرافی جهت تشخیص استفاده کنیم. این سری زاییات حالا در بچه‌های کمتر به خاطر همین تغییر آناتومی مثل ریفرکچر، زاییات میدیاستروم و یا پارگی آورتو فلیچس به خاطر همین موضوع کمتره. استاد بعدی لطف کنیم. خب در معاینه چسب ما چیزی که باید بررسی کنم نگاهه که مهمه که هم آنتریور و هم پوستریور بیمار بررسی بشه با حفظ حالا الیمنت گردن و ستون فقرات که ببینیم آیا بیمار دچار اوپن نوموتوراکس هست، فلچر هست یا نیست. بعد مرحله پالپیتیشنه که تمام چست از کلاویکل گرفته، دنده ها گرفته، استرنوم گرفته و تمام نقاط چست رو باید ما بررسی بکنیم از نظر وجود تندرنس، کانتیوژن، هماتوما، آمفیزم و غیره باید مد نظرتون باشه. بعد دخ کنیم و در مرحله آخر هم باید سم کنیم که هم قسمت فوقانی جهت بررسی نوموتوراکس بررسی نموتوراکس و هم قسمت تحتانی بررسی حالا دیویشن تراش که انجام داده بودیم، بررسی جی وی پی که حالا ببینیم بیمار دچار تنشن نموتوراکس، هموتوراکس و یا تامپونات شده سمر قلب یادمون نره و این مهمه که بچه رو مورد ارزیابی قرار بگیریم. بعدش از نظر بررسی اگر نیاز باشه ایکس ری به صورت پورتاب یا از سونوگرافی هم تو دکتر بیدار فرمودن میشه سونوگرافی قفس سینه از جهت نموتوراکس و هموتوراکس رو انجام داد. در مرحله بعد از حالا قفس سینه برمیگردیم به میریم به مرحله بعدی ابدومن. شکم در بچه‌ها خب مطمئنا آناتومیش با بزرگسالان مقدار متفاوت‌تر، نرم‌تر، ظریف‌تر دیوارش و میزان و کبد و اسپلین یه خورده پایین‌تر قرار دارن و در این حال هم آسیب اعضای توخالی خیلی بیشتر به خاطر اینکه میکانیسم آف تروما که حالا بیشتر بچه‌ها دچار سوار مثلا دوچرخه میشن و احتمال داره که شکمشون به داخل حالا فرمون برخورد کنه یا ضرباتی که توسط آرنج در بچه‌ها حالا با هم در حال بازی کردن ممکنه ایجاد بشه و یا اثر کمربند ایمنی که ممکنه روی شکم بچه‌ها شما ببینید. بنابراین باید همیشه فکر کنید که آسیب اعضا که مثلا بلاند پرانکاراتیز، اسمال بور پرفورشن و پارگی مثانه شما باید مد نظرتون باشه. اسلاید بعدی میفهمم. در معاینه شکم شما در باید نگاه کنیم که ببینیم مثل بقیه قسمت‌ها که آثار ابرژن، هماتوم، آمفیزم و غیر دیده میشه یا نمیشه. سم کنیم که آیا تغییر در صدای ابنورمال ما میبینیم یا میشنویم یا نه و مرحله بعدی دق و پرکاشنه که باید به ما انجام بدیم و در این حال هم
یه چیزی که مهمه ما این اولیه ممکن نرمال باشه در بچه ها، ولی در کلا در تروما شکم، ولی آسیب های شکمی ممکنه بعدها خودشون نشون بده. بنابراین معاینه مکرر در آسیب های شکمی خیلی 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 مهمه. و در بچه ها حالا مشکلی هم که داریم، خب بیقراری بچه هاست، خب باید دیسترک بشن، از والدین کمک گرفته بشه که انجام یه معاینه رو برای ما امکان پذیر بکنم. و تست های اختصاصی اگر نیاز باشه، مثل حالا سونوگرافی که به سایت انجام میشه، باید سی تی اسکن که بعد از حالا اتمام سکند سروی که حالا بعدم بهش میپردازم انجام میشه. بنابراین چیزی که پیتفال که باید مد نظرمون باشه که حالا آسیب اعضای مثل روده ها و ریتروپیتون اینجوریه که باید مد نظرمون باشه، مثلا در بچه هایی که فکر میکنیم که دچار شکستگی حالا پلویک شدن که باید مد نظرمون قرار بگیره. استای بعدی لطف میفرمایید. خب بعد ادامه بریم برای سال شکم بریم قسمت نایه پرینومو نگاه میکنیم که از نظر کانتیوژن، هماتوما و هر گونه لسرشن و آسیب معده که آسیب بررسی میشه، اگه خون در داخل معده ببینید که شما باید مد نظرتون باشه. اگه بعد مانیا رکتومه که از نظر تون اسفنکتر، از نظر پلویک فرکچر، پارگی تراکار و خونریزی باید بچه مورد معاینه قرار بگیره. بعد بررسی اگر شک کنیم که بیمار دچار خونریزی واژین شده باشه، بررسی میکنیم که دچار لسرشن بلا هموریج شده یا نشده. و در افرادی که حالا بیشتر از 12 در سن حاملگی هستن، باید تست حاملگی مد نظرمون قرار بگیره. در خانمهایی که در سن باربری قرار دارن باید مد نظر قرار بگیره، حالا بر اساس رفرنس ها توی ایرانی خود متفاوته. استاد بعدی رو میفرمایید. بعد معاینه پلویکه، که پلویک یک ارگان خیلی مهمه که در نگاه ما نگاه میکنیم ببینیم آیا اکیموز در بال ایریاک، در پوبیس، در لب یا اورسکلوتون وجود داره یا نداره، که هر گونه اکیموز در این نواحی احتمال آسیب لگنی و پلویک رو بالا میبره. بعد پین از نظر پالپیتیشن انجام میدیم، آیا پین تندنسی در پلویک هست یا نیست. و معاینه پلویک در سایه بال ایلیاک قرار میدیم و به صورت آروم جنتل فشار میدیم. و هم اگر احساس کردیم که واقعیتش که بیمار دچار پین شد، ما موظفیم که لگن رو استیبل کنیم و از مدارتی مثل ایکس‌ری استفاده کنیم که ببینیم واقعا فرکچر داره یا نداره، و اجازه معاینه بیشتر رو نداریم تا مطمئن شیم که لگن استیبل هست و یا نیست، که اگر آن استیبل باشه که کلا باید لگن حفظ بشه و اقدامات بعدی انجام بشه. بعد توجه به اندام هاست که آیا دچار کوتاهی در یا تغییر پوزیشن در اندام تحتانی در یک یا هر اندام تحتانی وجود داره یا نداره، و از نظر استابیلیتی که گفتیم مورد بررسی قرار میگیریم. دقت کنیم که از معاینه فراوان و مکرر لگن جلوگیری کنیم، و لگن یکی از اندام هایی هست که واقعیتش باعث خونریزی ریتروپریتون و ممکن چندین باعث از دست رفتن چندین لیتر خون بشه. بنابراین همونجوری که در آقای دکتر بیبدای فرمودن، در شوک هموراژیک مد نظرمون قرار بگیره. یکی از مکانهایی که احتمالش از باعث خونریزی شده باشه همین شکستگی لگنه. اسلاید بعد لطف می‌فرمایید. بعد بعد از لگن کارها میریم در سراغ اندام ها، که اندام های فوقانی و تحتانی که در نگاه دوشان دنبال کانتیوژن، دفورمیتی، ابریژن و غیره هستیم. بعد در مرحله پالپیتیشن هر نوع پین و هر نوع تندرنس رو باید مورد بررسی قرار بدیم. و اگر امکان باشه موومنت ارگان رو چک بکنیم که آیا موومنت ارگان دوشان مشکل شده یا نشده. و پرفیوژن عروق رو بررسی کنیم از نظر رنگ اندام، آیا رنگش تغییر کرده نکرده، متماتیت شده نشده، سرتر دمای اندام نسبت به اندام مقابل رو بررسی قرار بدیم. آیا از نظر عروقی شریان تغییر پیدا کرده، نبض شریان لمس میشه، تغییر نسبت قرینه هست نسبت به طرف مقابل یا نه. و اگر بیمارم هوشیار باشه از نظر معاینه عصبی نرو بررسی میگید که آیا تغییر در معاینه عصبی پریفرال انجام شده و یا نه. و اگر نیازم باشه اکس ری بره بیمار بر اساس مادی یافتارمون درخواست میکنیم.
استاد بعدی انجام لطف می‌کنم. خب بعد از اندام‌ها میریم سراغ اسپاین، که اسپاین یک تفاوتی ببخشید حالا یه سری پیتفالا بود که حالا اسلایز جامو که در مورد هم از دست دادن خون به خصوص در پلویک و شکستگی فمور در مد نظر مش باشه، یه سری میز فرکچره که شما ما باید مد نظر قرار بگیم، مخصوصا شکستگی ریست انگشتان که ممکنه در معاینه اولی ما متوجه نشیم، بنابراین نیاز به یک معاینه های مکرر انجام بشه، بررسی سافت تیشو و آسیب های لیگامنت به خصوص در پارگی های در تروما های پنتریتین و سایر تروما باید مد نظر قرار بگیره، و کمپارتمنت سیندروم که با توجه به علائمی که ممکنه دچار درد شدید تندرنس و اختلال عروقی و اختلال عصبی شد اندام بشه باید مد نظرمون باشه، اگر متوجه شدیم سریعا اقدامات لازم رو انجام بدیم. استاد بعدی لطف می‌فرمایید. بعد از اندام ها میریم سراغ معاینه نورولوژیک که آقای دکتر جلی گفتن در مورد ارزیابی جی سی اس، بعد جی سی اس باید به صورت مرتب و مکرر ارزیابی بشه و خیلی مهمه که ارزیابی بشه و هر گونه تغییر در جی سی اس برای ما مهمه، سایز مردمک ها و ریاکشن به نور هم همونطور که آقای دکتر باید چک بشه و به صورت مکرر همچنان ادامه پیدا کنه، آیا بیمار دچار علائم لسرالیزه هست یا نیست که باید معاینه انجام بشه، حرکت اندام ها و حرکت اندام فوقانی تحتانی و چک حس های محیطی به جهت بیمار انجام بشه، و به صورت مکرر این مورد باید ارزیابی قرار بگیره به خصوص جی سی اس و سایز مردمک ها، و جلوگیری از سکندری برین اینجری که خیلی مهمه، دکتر جلی اشاره کردن که ما باید معاینه از هایپوتنشن و هایپوولمی بشیم، درمان هایپترمی رو انجام بدیم، اگه بیمار دچار سیجر بشه سریعا درمان بشه و سیجر خط بشه، و معاینه از ایجاد هایپوکسی بشیم، حالا دکتر هم اشاره کردن که میزان ساتوریشن باید بالای 90 باشه، پی سی او تی بین 35 باشه و غیره رو که گفتم باید انجام بدیم، و این خیلی خیلی مهمه در ایجاد به واقعا صدمات مغزی که بعد از تروما و در حین درمان اتفاق میفته که ما باید هوشیار باشیم و مانع ایجاد این صدمات بشیم. استاد بعدی لطف می‌فرمایید. خب بریم سراغ اسپاین. اسپاین در بچه ها هم که دکتر جلی گفتن یه اختلافات داره که فلکسیبیلیتی در ستون فقرات در بچه ها بیشتره و در بچه ها هرچی از ستون فقرات پایین به سمت بالا میره احتمال آسیب بیشتره، و یک سری صدمات شما میکنید در بچه ها داشته باشین که حتی در گرافی و سی تی اسکن شما هیچ یافته ای ندارید، ولی واقعیتش اینه که بچه دچار مشکل شده و دچار آسیب ستون فقرات شده، بنابراین چیزی که مهمه معاینه و ریوالویشن و تکرار معاینه است که ما بتونیم این صدمات رو در بچه هایی که دچار مورتی به تروما شدن تشخیص بدیم. اسلاید بعدی رو لطف میکنم. و معاینه که گردن رو که انجام میدیم که بهتر به ستون فقرات رو که انجام میدیم یه به صورت چند نفر انجام بشه، به صورت راگرور برای بیمار انجام بشه، و کل ستون فقرات از بالا تا پایین ما بررسی بشه، از نظر نگاه کنیم دفورمیته هماتوم و غیره در محل وجود داره یا نداره، در لمس آی تندنس وجود داره یا نداره، هر گونه تغییر در فضاها وجود اتفاق افتاده یا نیفتاده، و بررسی کامل اعصاب محیطی حرکتی و سنسوری بیمار به صورت کامل باید انجام بشه و ثبت بشه، رفلکس ها چک بشه، و بر اساس یافتهایی که ما و دست میاریم آیا نیاز به ایمیجینگ خاصی وجود داری و یا نداره، و یه سری چیزی که باید مد نظر ما قرار به پیتفال محسوب میشه، یکی اینکه چک سنسوری باید انجام بشه، و اینکه ممکن بیمار واقعیتش کوپراتیو نباشه که باید در پرونده ثبت بشه و حالا بررسی بشه و اگه نیاز باشه حالا به صورت مکرر ارزیابی و ایمیجینگ خاصی بر اساس وضعیت هوشیاری نبودن بیمار انجام بشه، و تا زمانی که مثلا گردن بیمار رو ما کلار بستیم تا زمانی که بیمار کاملا هوشیار و قابل همکاری باشه ما کلار رو فیکس نگه داریم. استاد بعدی لطف می‌فرمایید. بله استاد، فقط از نظر زمانی ما یه مقدار عقب هستیم. خب در همین حال ما استاد بعدی رو می‌فرمایید، چون کاملا توضیح دادم وقت کم.
و چیزی که در مورد باید کاملا بیمار ستون فقرات بیمار بی حرکت بشه و متوجه باشیم که ممکنه بیمار هر لحظه دچار اختلال نورولوژیک باشه که در ارزیابی مکرر باید به تشخیص فکر کنیم. استاد بعدی لطف می‌فرمایید. خب و در مورد تست اختصاصی مثل ایکس ری، سی تی اسکن و غیره که برای بیمار نیاز داره، چه زمانی ما مریض میفرستیم برای خب خارج از محل درمانی، خارج از اورژانس برای انجام این تستا؟ زمانی شما باید بیمار رو بفرستید که کاملا علائم حیاتی استیبل شده باشه و تمام عواملی که باعث لایف تریتینگ برای بیمار محسوب میشه کلا برطرف شده، مثلا راه هوای بیمار سکیور، مطمئن هستین مریض شوک خون زیر اکسترنال نداره، تنشن و موتورش درمان شده و غیره که حالا فرمود اساتید، باید کلا شما مطمئن باشه که بیمار استیبل و در این انتقال هم با مونیتورینگ کامل به بیمار رو بفرستید. استاد بعدی لطف می‌فرمایید. خب ما چطور میتونیم اینجوری‌ها رو میس نکنیم؟ اولا که باید ما شک بالینی قوی داشته باشیم که بیمار بر اساس حالا هم شرحالی که گرفتیم میکنیم اسم اینجوری خیلی مهمه و مهمترین چیز اینه که بیمار رو به صورت مکرر ارزیابی و مانیتورینگ کنیم، به صورت مرتب علائم حیاتی بیمار رو چک کنیم، به صورت آوتپوت بیمار رو چک کنیم، ای بی جی از بیمار بگیریم و بررسی کنیم، کاردیاک مانیتورینگ بیمار بشه، پالس اکسیمتری انجام بشه، پین منیجمنت برای بیمار انجام بشه و هر موقع دو هر گونه تغییر در بیمار ما مشاهده کردیم سریعا برمیگردیم به اول و ABCD رو برای بیمار انجام میدیم و پرایم استوری دوباره از اول برای بیمار انجام میدیم. استاد بعدی لطف کنیم. خب با تشکر از همکاران، اگر حالا بعدا اگه سوالی بود من در خدمت شما هستم. ممنون. تشکر از شما خانم دکتر. لطف کنم. خواهش میکنم از دست شما در نکنه بابت ارائه خوبی که برای ما انجام دادید. از استاد حافظی مقدم خواهش میکنم که میکروفونشون رو روشن بفرمایند و ارائه در خدمت ایشون باشیم. استاد فقط با توجه به یه مقدار محدودیت زمانی که داریم اگر لطف بفرمایید مختصر خلاصه تر بفرمایید خیلی ممنون میشیم از شما. خواهش میکنم. صدای بنده رو دارید؟ بله. بله من صدای شما رو دارم. صدای من میاد؟ بله ما هم صدای شما رو داریم. من الان اسلایدهای شما رو هم اجرا میکنم. خب خیلی متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. سرکار خانم بختیاری خیلی متشکرم این فرصت در اختیار من قرار دادین. مدت زمان لکچر من 20 دقیقه است، تعداد اسلاید 22 دقیقه و من سعی میکنم با توجه به ضیق وقتی که وجود داره زمان رو یه مقدار مدیریت بکنم تا این عقب افتادگی مقدار جبران بشه. من میتونم اسلاید رو شما زحمت برام بکشید، من هیچ مشکلی ندارم. اگر لطف بکنید بریم سراغ اسلاید بعدی. من صحبتمون با یه سناریو آغاز میکنم، سناریوی واقعی که در سال 91 در همین شهر تهران اتفاق افتاده و میتونه اهمیت این موضوع، یعنی در واقع موضوع سخنرانی من رو بیشتر مشخص بکنه. در یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی یک کودک 14 ساله رو به دنبال ترومای متعدد، یعنی برخورد یک کودک 4 ساله پیاده با موتورسیکلت و شکستگی اندام، به بخش اورژانس میارن. بعد از اینکه بیمار منیجمنت اولیش انجام میشه به صورت پرایمری سروی، سیکندری سروی و صحبتهایی که اساتید عزیز فرمودن، یک شکستگی در بخش پروکسیمال استخوان ساق پا تشخیص داده میشه و با توجه به اینکه احتمال درگیری مفصل زانو داشته، توسط همکار محترم ارتوپد دستور انجام سی تی اسکن از زانوی بیمار انجام میشه. بفرمایید سلاید بعدی. خب بیمار قبل از اینکه به بخش سی تی اسکن اعزام بشه با توجه به گریه‌های بی‌امانی که داشته و به شدت بیقرار بوده، پدر کودک هم بیقرار میشه. از تیم درمان طلب مسکن و آروم کردن بچهش به علت درد شدیدی که تو پاش داشته میکنه. خب تیم درمان با توجه به این بیقراری دارو رو تزریق میکنه و بیمار بلافاصله برای انجام سی تی اسکن منتقل میشه. بفرمایید اسلاید بعدی. 10 دقیقه بعد اون چیزی که نباید اتفاق بیفته اتفاق میفته، یعنی اون تیمی که بچه رو برای سی تی اسکن برده بودن سراسیمه به همراه والدین و بچه به بخش اورژانس برمیگردن. اتفاقی که افتاده بوده اونجا بچه آن ریسپانس میشه، سیانوتیک میشه و همون چیزی که اونجا گزارش میشه شما در بخش اورژانس ملاحظه میکنید. ببینید یک بچه سیاه و در سکاش سطح هوشیاری رو برای شما برگردوندن و وقتی بچه رو به مانیتور متصل میکنید متاسفانه بچه در ایست قلبی تنفسی، عملیات سی پی آر یا احیای قلبی رویوی انجام میشه.
و بعد از چند دقیقه بیمار قلب و تنفس پیدا میکنه، ولی متاسفانه بچه وارد فاز نباتی میشه و بعد از یک ماه و نیم از بخش ICU ترخیص میشه. یعنی 8 سال گذشته بیچاره این بچه در یک وضعیت نباتی داره به سر میبره، حتی اگر اینکه این بچه اکسپایر نشده باشه. و این فاجعه سیاه، یعنی این فاجعه است، سیاه شدن زندگی یک خانواده، زن آینده یک بچه و عواقبی که برای تیم درمان در پی داشت. خب اجازه بدیم بریم وارد بحث بشیم. من 15 دقیقه دیگه برمیگردم و این سناریو رو آنالیز میکنیم با هم دیگه که ببینیم چه اتفاقی افتاد که این فاجعه روی داد. بفهمین اسلاید بعدی. نکنین واقعیتش اینه که اهمیت بی درد کردن بچه‌ای که دچار مالتیپل تروما شده خیلی واضحه. یعنی درد جزء لاینفک تروماست. در بزرگسالان این درد قابل گزارش تر توسط شخص، ولی به خاطر مشکلی که در ارتباط بچه با تیم درمان وجود داره معمولا این درد میست میشه یا آندر استیمیت میشه. شرایط خاصی بچه‌ها دارن، چه به لحاظ جسمی از لحاظ فیزیولوژی در واقع و چه به لحاظ روانی از جهت تحمل درد، و این کنترل درد رو در بچه ها اهمیتش رو دوچندان میکنه. بفرمایید اسلاید بعدی. واقعیتش اینه که وقتی که یک شخص بزرگسال دچار ترومای متعدد میشه خیلی راحت محل درد و شدت درد رو گزارش میکنه، ولی این در ارتباط با اطفال قدری مبهم هست و بچه نمیتونه نه شدت درد رو بگه و نه محل درد رو. بنابراین ما که باید اینو حدس بزنیم که این شدت درد چقدره و حداکثر میزان درد در کدوم قسمتی که از نظر موضعی هم بتونیم به بچه کمک بکنیم. کلیدهایی که ممکنه وجود داشته باشه و بر اساس اون حدس بزنیم بچه دچار درد هست و این شدت درد چقدر هست: بیقراری تسکین ناپذیر بچه است، عدم همکاری در معاینه و عدم اجازه در معاینه کردن پزشک برای یک قسمت خاص، وضعیت ضد درد گرفتن، یعنی اون عضوی که دچار حداکثر میزان شدت درد هست سعی میکنه بی حرکت نگرده، بیمار بدون اینکه توجیه خاصی براش داشته باشیم تاکیکارد یا تاکیپنیک میشه، و اون در حین معاینه امکان داره کلیدهایی رو ما بتونیم به صورت تندرنس موضعی پیدا بکنیم، و اون چیزی که معمولا متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره اظهارات والدینی که بچه رو خیلی خوب میشناسن و اطلاعاتی رو که به ما میدن میتونه بسیار به ما کمک بکنه و کلیدهای واضحی رو به ما بده. بفرمایید اسلاید بعدی. خب حالا که ما مشخص شد که باید درد رو خیلی خوب تشخیص بدیم، باید بفهمیم که چطور این درد رو تشخیص و تخمین بزنیم. اولین قدم همین قضیه است. شما راه‌های متعددی در لیترچر هست که شما میتونین بر اساس سن اسکیل های متعدد رو برای تشخیص شدت درد مشخص بکنیم، ولی اون چیزی که من اینو جمع‌آوری کردم که خیلی ابسترکت اینو خدمت شما عرض بکنم، میان ما بچه‌ها رو به 4 دسته تقسیم می‌کنیم: زیر 1 سال، 1 تا 3 سال، 3 تا 8 سال و بالای 8 سال. در اسلاید بعدی ما بچه‌های زیر 1 سال رو بررسی می‌کنیم ببینیم از چه اسکیلی استفاده می‌کنن. اسکیلی که دارای 6 قسمت متعدد هست، یعنی فاشیال اکسپرشن، کراینگ، تنفس، اندام‌ها که شامل اندام فوقانی و اندام تحتانی هست، و میزان هوشیار بودن و ساکت بودن بچه، بیقرار بودن بچه. به عنوان نئوناتال اینفنت پین اسکیل یا نیپس ازش یاد میشه و در زیر 1 سال ما از این استفاده میکنیم. خلاصه این جدول در جدول اسلاید بعدی ملاحظه میکنی که برای اینکه یه مقدار خلوت‌تر باشه، همونطور که ملاحظه میکنیم فقط بخش کراینگش دارای 1 و 2 پوینت هست و بقیه‌شون همشون 1 پوینت میتونن بگیرن، و هر وقتی که شدت درد از 3 بیشتر باشه یا اسکیل از 3 بیشتر بشه نیاز به مداخله وجود داره. میریم سراغ 1 تا 3 سال. در سنین 1 تا 3 سال که در اسلاید بعدی ملاحظه میکنین، از یه اسکیلی استفاده میکنیم که اسمش خیلی بزرگه ولی حفظ کردنش راحته، در واقع Face Legs Activity Cry Consolability. Consolability به معنی چقدر تسکین پذیره این درد. همینا رو میذارن کنار هم، یه اسکیل اصلی داره و یک ریوایزد اسکیل که من اینو خدمت شما آوردم، آخرین اسکیلی هستش که میتونید ازش استفاده بکنی، و شما میان بر حسب حالت صورت که حالا من صورت رو مثال میزنم که حالت صورت طبیعی هست، حالت صورت کمی بیقراره و عضلات در انقباض هستن، و یا اینکه و گرینیس و حالتی که گریمیس بچه در حالتی قرار گرفته که شما حدس میزنید بچه درد خیلی شدیدی داره و اصلا آروم نمیگیره و شما نمیتونید تحت هیچ شرایطی صورت بچه رو به حالت طبیعی برگردونید. خب در این شرایط هم باز اسکور بالای 3 نشون دهنده شدت درد بالا و نیاز به اینترونشن هست. وقتی که میریم سراغ بالای 3، یواش یواش بچه حالتی پیدا میکنه که شما میتونید باهاش ارتباط برقرار بکنید، و اگر در اسلاید بعدی اجازه بدید من اینو بتونشون بدم، و همون اسکیل معروف وونگ بیکر هست، فیسز در واقع،
در واقع صورت‌های متعددی رو. این نکته بسیار مهمیه که بعضی‌ها فکر می‌کنن ما باید صورت بچه رو نگاه بکنیم و صورتش رو با یکی از این صورت‌ها تطبیق بدیم و شدت درد رو تخمین بزنیم. در صورتی که همینطور که ملاحظه می‌کنیم، من توضیحات مربوط به خود سایت این اسکیل رو خدمت شما ارائه دادم که شما در خط پایینی که من به صورت یه فلش نشون دادم می‌بینید که شما ask the patient یا ask the person to select the face، یعنی اون میاد عکس رو انتخاب میکنه. بعد از اینکه شما براش توضیح دادین که 0 کمترین میزان درد و 10 بیشترین میزان درد هست، اون فیس مورد نظر رو انتخاب میکنه و بر اساس اون شما میان حدس میزنین که شدت دردش در چقدره. وقتی که از سن 8 سال گذشتیم که در اسلاید بعد ملاحظه میکنین، یه مقدار راحت تر میشه. شما بچه‌ها دیگه شماره ها رو میشناسن، شما میتونین شماره 0 تا شماره 10 رو بهش معرفی بکنین، نظر میزنه شدت درد و اون عدد مورد نظر رو به صورت یک بازی انتخاب بکنه. بریم اسلاید بعدی. با توجه به مواردی که من خدمتتون عرض کردم، ما حالا میریم سراغ کنترل درد. کنترل درد یک جزء غیر دارویی داره و یک جزء دارویی. در جزء غیر دارویی که اغلب در کشور ما در اورژانس‌های ما به علت تعدد شرح وظایفی که در اختیار پرسنل قرار میگیره بهش توجه نمیشه، این هستش یک کلیدایی من خدمت شما عرض میکنم. مثلا حضور والدین در کنار کودک بسیار کمک کننده است. یاد دادن به والدین که چطور نوازشش کنن، چطور لمس بکنن، برای شعر بخونن، قصه بگن. دور کردن کودک از شرایط استرس های اورژانس، قرار دادن در کودک در شرایطی که صحنه های ناجور وجود در اورژانس رو نبینه. تکنیک های پرت کردن حواس کودک که مهمترینش رو من در اسلاید بعدی خدمتشون نشون میدم، ولی گرم کردن و سرد کردن عضو، تکنیک های تنفس بهش یاد بدیم چطور آروم نفس بکشه، خیلی کمک کننده است در کنترل دردهای به خصوص خفیف. چیزی که کاری که ما داریم در بیمارستان علی اصغر طی ماهای آینده انجام میدیم استفاده از ویژوال ریالیتی هدست ها هست. دستگاه هایی که تا قبل از اینکه دلار گرون بشه با 700 800 هزار تومان شما میتونستین بخرین، موبایل رو در داخلش قرار میدیم و بچه به صورت سه بعدی میتونه کارتون یا فیلم هایی رو ببینه و این باعث میشه که در لیترچر مشخص شده که به مقدار قابل توجهی میزان درد رو کاهش میده. بریم سراغ موارد دارویی. در اسلاید بعدی، یعنی شما از چه داروهایی میتونید برای کنترل درد بچه ها استفاده بکنید. همونطور که میدونید در بیماری که دچار مالتیپل تروما شده، درد معمولا درد مودریت و سیویر هست و استفاده از انسیدها و استامینوفن و حالا اون داروهایی که برای دردهای خفیف تا متوسط استفاده میشه، من اجازه بدین ازش صرف نظر بکنم چون متخصصین اطفال هم با اونا کاملا آشنا هستن. میریم سراغ داروهایی که برای موارد درد مودریت تو سیویر استفاده میشه. باید شدت درد رو بتونه کنترل بکنه داروی ایدئال. باید بتونه در شرایط، یعنی باید مانیتورینگ مورد نظر برای این مسکن وجود داشته باشه. امکان تجویز در اطفال باید وجود داشته. از سال 2017 و 2018 استفاده از کدئین و استفاده از ترامادول در اطفال جزء کنتراندیکاسیون استفاده از این دارو است و بنابراین نمیتونیم استفاده بکنیم. بنابراین شما وقتی دارو رو میخوان تجویز بکنیم، باید بدونیم که این بچه، یعنی برای اطفال، استفادهش بلامانع است. عوارض دارویی باید شناخته شده باشه. امکان استفاده از آنتیدوت خیلی به ما کمک میکنه که چون اگر در موارد دچار عوارض دارویی شدیم بتونیم بچه رو برگردونیم. بنابراین اوپیویدها تقریبا تمام این مشخصات رو دارن و جزو خط اول درمان خط اول درمانی در دردهای سیویر هستن. بریم اسلاید بعدی. من سه تا از داروهایی که به وفور در اورژانس ها داره استفاده میشه خدمت شما معرفی میکنم. توضیحات مختصری در مورد هر کدوم میدم و ایشالله فکر میکنم سخنرانی من ظرف مدت 5 تا 6 دقیقه دیگه سعی میکنم تموم بشه. داروی مورفین اولین دارویی هستش که به وفور در اورژانس های کشور استفاده میشه. باید یعنی در واقع در دسترس هست، برای پرسنل شناخته شده هست، طول اثرش قدری هست که نیاز به تکرار مکرر نداره و ظرف مدت 4 تا 6 ساعت معمولا اثر ضد دردیش باقی میمونه. استفاده در سنین زیر 6 ماه با علامت سوال همراه، زیر 3 ماه ما استفاده از مورفین رو مجاز نیستیم، ولی بین 3 تا 6 ماه استفاده از مورفین کنتراندیکاسیون نسبی داره و در شرایط خاص امکان داره استفاده بشه. عوارضی داره که در کوتاه اثر خودشو نشون میده، در کوتاه زمان خودشو نشون میده و عوارض بسیار شایعی هستن که قابل چشم پوشیه، مثل اون تهوع استفراغ مختصری که بعد از تجویز مورفین استفاده میشه، افت فشار، فلاشینگ شدیدی که احتمال داره برای کودک و بیمار ناراحت کننده بشه، تا عوارض جدی شامل دپرسن تنفسی که میتونه کشنده باشه. شروع دوزش معمولا با 500 میلی گرم تا 1.1 میلی گرم پر کی جی و معمولا دارو به فواصل 4 تا 6 ساعت تکرار میشه، ولی استفاده از اون در فاصله به فواصل کوتاه‌تر هم بلا مانع، به شرطی که با حداقل میزان تجویز دارو به حد اکثر میزان بی‌دردی برسیم. میریم سراغ داروی بعدی، داروی فنتانیل که در اسلاید بعدی ملاحظه می‌کنید. هر سی سی از این آمپول، چه ویال 2 5 یا 10 سی سی داشته باشین، 50 میکروگرم
داخلش از اون دارو وجود داره. داروی مخدر هایپوتنسی هست، شروع اثرش نسبت به مورفین خیلی سریع تره و اثرش هم کوتاه تره، یعنی شما ظرف مدت 40 دقیقه تا 60 دقیقه، یعنی حدود 1 ساعت اثرات زرد دردش تقریبا آف میشه و شما احتمال داره نیاز به تجویز دارو در مدتی کوتاه‌تر از مورفین داشته باشید. در مواردی که همراه با بنزودیازپینا و سایر داروهای سداتیو استفاده میشه باید به مسئله دپرشن تنفسی بسیار توجه بکنیم. در زمانی که داروهای مهارکننده سیتوکروم پی 450 استفاده میشه احتمال مسمومیت با این دارو زیاد میشه و دوز دارو رو باید کاهش بدیم. دوز دارو معمولا با 2 میکروگرم پر کی جی شروع میشه. نکته بسیار مهم در رابطه با فنتانیل اینه که شما میتونید فنتانیل رو از پچهای پوستیش استفاده بکنید برای مواردی که دردهای مقدار مزمنتر هست و طولانی از سر هست و استفاده از اینترانازال. دوز اینترانازالش 1.5 میکروگرم پر کی جی هست، یعنی میتونید اگه در مواردی که رگ محیطی هنوز پیدا نکردین و اثرات آنالجزی این رو میخواین بهش دست پیدا بکنید میتونین از روش اینترانازال استفاده کنیم. بریم سراغ داروی بعدی و آخرین دارو. داروی کتامین عصای دست متخصصین اورژانس. داروی از دسته داروهای بیهوش کننده که دیسوسییشن ایجاد میکنه. تقریبا این اثرش یونیک هست، یعنی ارتباط بیمار رو با محیط حذف میکنه در مواردی که از دوز بیهوش کنندش استفاده بکنیم. سوالی که پیش میاد چرا در اینجا به عنوان یک ضد درد داریم پس ازش صحبت میکنیم؟ داروی کتامین هم داروی بیهوش کننده است، هم دارای اثرات ضد دردی و هم دارای اثرات فراموشی، یعنی فراموشی ایجاد میکنه. بنابراین از همه اینا میشه استفاده کرد. در دوزهای پایینتر داروی کتامین میتونه یک آنالجزی صفر باشه و دیگه اثرات بیهوش کننده نداشته باشه. مواردی که باعث شده که این دارو باز هم یونیک باشه اثرات کم روی همودینامیک بچه و احتمال پایین دپرسیون تنفسی است. دارو معمولاً به عنوان داروی مسکن با 25 صدم تا 0.5 میلی گرم پر کی جی تزریق وریدی شروع میشه. امکان انفوزیونش هم وجود داره و دو عارضه مهم داره. یکی ایمرجنس ریاکشنز که حالت دلوژن و ایلوژن و هالوسینیشن ایجاد میکنه. این عوارض در بالای 16 سال بیشتره، در بچه ها کمتر احتمال داره اتفاق بیفته. تجویز بنزودیازپین به خصوص بنزودیازپین های کوتاه اثر قبل از تزریق این دارو میتونه این عوارض رو بسیار کم بکنه. در ارتباط با تجویز این دارو و در کسانی که هتروما هستن و ریسک افزایش آی سی پی قبلا خیلی ریجیدتر با این قضیه برخورد میشد، تا اینکه از سال 2017 این به یک کنتراندیکاسیون نسبی تبدیل شده و شما در مواردی که چاره دیگه نداشته باشین استفاده از کتامین در مواردی که بچه پرون هست با آی سی پی بالا بلا مانه. بریم اسلاید بعدی خان دکتر. من همونطور که ملاحظه کردین وقتی که با یک کودک دردناک مواجه میشیم داروی مسکن رو تزریق میکنیم، درد کنترل میشه. در اینجاست که هم بچه ساکت شده هم پرسنل آروم شدن و خیالشون راحت میشه که بچه دیگه درد نداره و مانیتورینگشون رو کم میکنن، یعنی احتمال داره کسی به مانیتور بچه‌ای که داد نمیزنه دیگه توجه نکنه، پالس اکسیمتریشو چک نکنه و دپرسیون تنفسی و سایر عوارض مثل هایپوتانسیون همینجاست که گریبانگیر هم بچه میشه هم پرسنل درمان. بنابراین مانیتورینگ بعد از تجویز درد ضد درد بسیار جزء مهمیه که در همون بچه‌ای که در سناریوی اول خدمتتون عرض کردم بهش توجه نشد. اگه اجازه بدین من آخرین اسلایدم خدمتتون نشون بدم و اجازه بدین ببینیم که چه مال پرکتیسی در ارتباط با بچه اتفاق افتاد. بچه‌ای که خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه پروندهش مورد بررسی قرار گرفت دیدن از داروی فنوباربیتال برای کنترل دردش استفاده شده، یعنی علاوه بر اینکه دردش در زمان مناسب تشخیص داده نشده، ضد درد در زمان مناسب تجویز نشده و بچه رو بیقرار کرده. داروی مناسب داروی یک داروی سداتیو صرف بدون اثرات ضد دردی که فنوبارب هست با اثر بالای دپرسیون تنفسی برای تجویز شده. در زمان مناسب غیر مناسب یعنی بلا فاصله بعد از تجویز مسکن اجازه دادن که بچه از بخش خارج بشه و در بخش سی تی اسکن دچار آپنه بشه و در اونجا هم مانیتورینگ مناسبی وجود نداشته و این فاجعه بزرگ اتفاق افتاده. خانم دکتر همطور که فرمودید من سعی کردم تون صحبت بکنم و زمان رو سیف بکنم. امیدوارم در شرایط مناسب تری این پنل به جزئیات مورد بحث قرار بگیره. از شما و سایر مستمعین سپاسگزارم. در خدمت شما هستم. خدا نگهدار. خیلی لطف کردید دوستان از بابت سخنرانی خیلی خوبی که انجام دادید، هم از جهت زمانی خیلی رعایت کردید، از شما ممنونیم. هم مباحث و مسائلی که مطرح کردید واقعا کاربردی و مفید بود، همطور که تمام سخنرانی که تا الان در خدمتشون بودیم واقعا از صحبتاشون استفاده کردیم. سخنان بعد و سخنان آخرمون استاد فارسی هستن. استاد فارسی اگر صدای بنده رو میشنوید خواهش میکنم میکروفونتون رو فعال بفرمایید. فقط خواهش میکنم که از نظر زمانی هم استاد ما رو در نظر داشته باشید. بله منم سلام عرض میکنم
خدمت شما و همه همکاران شما. الان صدای منو داری؟ بله استاد، ما صدای شما رو کامل داریم. من اسلاید های شما رو هم الان اجرا میفهمم. متشکرم. من در ابتدا میخوام که از تمام دستان در کاران این کنگره کمال تشکر رو داشته باشم به خاطر هماهنگی دقیق و خیلی خوب، و از شما هم خانم دکتر بختیاری که ما چند باری مصدی وقت شما شدیم تشکر کنم که همیشه شما ریسپانسیبل و اکانتبل. بسیار ممنون. من هم سعی میکنم که در حداقل زمان صحبتم را ارائه بدم. اگر که مبحثی که به عهده من گذاشته شده، یعنی توسط رؤسای پنل اینجور تشخیص داده شد که غیر از پرایمری سروی که دوستان در خدمتشون بودیم، دو تا بحث کنترل درد و بحث اپروچ به یک کودکی که با ضربه مغزی خفیف مراجعه میکنه، اینها جداگونه دیده بشه و روی صحبت بشه، از بابت اینکه تمام بیمارانی که تقریبا همه پزشکایی که در بخش اورژانس کار بکنن همه مبتلا به این دو تا قضیه هستن، هم بحث پین منیجمنت و هم بحث مایل تروماتیک برین اینجری در اطفال. و میدونی که بسیار هم چالنجینگ هست، چون هم بحثای مدیکال لگال رو همراه خودش خواهد داشت و هم این که متقاعد کردن والدین بسیار سخت خواهد بود. بنابراین من سریعا میرم اگر بتونم که. بله استاد، برای مدیریت اسلاید ها بله الان مال من دارم و میرم در خدمتتون هستم. بله بله، سناریوی خیلی شایع رو من میگم به عنوان یک مثال دوستان. یک پسر بچه 3 ساله رو در نظر بگیرید که توسط والدینی که کاملا مضطرب هستن به اورژانس وارد میشه و عملا در شهر حالش پدر مادر میگن وقتی داشته در روی تختش بازی میکرده عملا از سقوط میکنه و صورت ناگهانی میخوره به زمین، برای 5 دقیقه به شدت گریه میکنه و بعد از اون با تکان دادن به حساب آرامی که پدر انجام داده آروم میشه. بعد از اون چند ساعتی در حقیقت بازی میکنه و به نظرم نرمال بوده، تا اینکه یک مرتبه 4 ساعت بعد از تروما استفراغ میکنه که یک بار بوده. بعد از اون هم کانشس کاملا و کاملا هپی به نظر میرسه. شما هم پزشک که در حقیقت مسئول بیمار هستید، بیمار را به حساب ویزیت میکنید، حالا لطفا بفرمایید باید صحبت بکنیم که چطوری باید اپروش بکنیم به این بچه. بنابراین خیلی مشخص مبرهنه. اینجا چند نکته را من میخوام هایلایت کنم از بابت این که یکی این نکته که ببینید همیشه موزلی که وجود داره اینه که بچه های زیر 4 سال همیشه موزل ما هستن در بخش اورژانس، به دلیل اینکه نمیتونیم، یعنی کامیونیکیشن در حقیقت بریر داریم، نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم روی یافته هاشون خیلی ریلای بکنیم. از اون سمت مورد دیگه ای داریم که والدین کاملا مضطرب هستن که نمیدونن چی کار باید کرد، بنابراین میان توی بخش اورژانس و بسیار سراسیمه هستن. و بعد از این نکته ای که توی این سناریو داریم اینه که از یه ارتفاع حدود شاید نیم متری بچه سقوط کرده، اولش بسیار گریه کرده، لاس آف کانشستس نداشته، به راحتی آروم میشه و بعد از اون یک بار استفراغ میکنه و بعد از اون هم خوب بوده. بنابراین این نکات رو مد نظر داشته باشی تا میریم جلوتر. بنابراین مستمعین گرامی با هستی که آخر مبحثمون بتونن در حقیقت بگن که چه تعیین تکلیفی برای این بچه انجام میدن. این به عهده خود دوستانه. این بچه‌ای بوده که در حقیقت مراجعه کرده، یا مشابه کیس هایی هستن که مراجعه میکنن. من خاصه حالا ایشون رو الان نمیگم، میریم جلوتر. همینطور که گفتم بچه های زیر 4 سال همیشه موزل هستن توی اپروچه تروما یا مایل تروماتیک برین اینجری. و اگر بخوایم بحث شروع بکنیم که از این اسلاید شروع خواهد شد، اینه که اولین قدمی که باید انجام بشه یک هیستوری خیلی خوب باید گرفته بشه. از کی؟ از شخصی که با بچه همراه بوده یا کسی بوده که سانحه رو دیده. خیلی وقتا ممکنه که کسی نباشه، بنابراین کار خیلی سخت‌تر خواهد شد. بنابراین تیک هیستوری رو باید بذارید کنار در بچه‌ای که هیچ ویتنسی در حقیقت نبوده و همراهیش نکرده و مطلع نیست که به ما بتونه کمک کنه. اما اگر فکر بکنید یک ویتنسی بوده که در حقیقت بتونین از شهر حال بگیرید، اون معمولا والدین هستن یا یکی از اعضای فامیل هست یا کسی هستش که از بچه مراقبت می‌کنه، مثل بیبی سیتری که هست، یا فکر کنید بچه‌ای که در
عهد کودک گذاشته شده باشه اون کسی که داره مراقبت میکنه. بنابراین اینها سورس های خیلی خوبی برای اینفورمیشن هستن که شما بتونید هیستوری تیک بکنید. برای اینکه بخواید تصمیم گیری بکنید بعد کی اینفورمیشن ها را کالکت کنید، کی اینفورمیشن هایی که در حقیقت دارید چی هست، یک مکانیزم اف اینجری، همینطوری که بارها تاکید شد مکانیزم اف اینجری بسیار مهمه، وات هپن. دومین نکته اینه که سیمتوم هایی که بچه پیدا میکنه، مثل لاس اف کانشسنس، مثل وامیتینگ، مثل بیقراری، ایریتیبلیتی یا هر کدوم از اینها، سیجر. و نکته بعدی که باید حتی من میبینید شما که لیول آف کانشسنس بعد از تروما هم جدا گذاشتم به دلیل اینکه بسیار مهمه که بچه ها یا هوشیار بوده بلافاصله بعد از تروما یا نه لحظاتی بوده که بچه بیهوش شده و بعد به هوش اومده، و سیجر رو هم جدا کردم چون سیجر هم بسیار مهمه و یافته یه که بلافاصله شما رو میبره به سمت اینکه تروما جدی هست. دیوریشن آف سیمتوم ها یا در حقیقت طول زمان هایی که سیمتوم، طول مدتی که این سیمتوم طول کشیده بسیار اهمیت داره. فرکانسی آف سیمتومز، مثلا استفراغ یک بار بوده، دو بار بوده و یا بیشتر بوده، و حتما از در حقیقت والدین باید سوال بشه در رابطه با اینکه بچه حالش الان چطوره، آیا فعالیتش مثل قبل هست یا نه. دوستان این نکته بسیار مهمه و تقریبا نیست میشه، همینطور که از فاکتوری که دکتر حافظی مقدم فرمودن توی صحبتشون در رابطه با پین اسسمنت، اینجا هم من دارم میگم بسیار مهمه که والدین درباره بچه‌شون نظر بدن، درباره اینکه بچه الان نرمال به نظر میرسه یا نه، اکتیویتیش نرمال هست یا نیست و خوبه یا بده، آیا چنجی داره یا نداره، و اگر چنجی داره اون چنج رو ازشون بپرسید، حتما بسیار بسیار مؤثر خواهد بود در تصمیم گیری شما. در رابطه با پس مدیکال هیستوری بچه حتما باید سوال بشه، مثلا میگم آی تی پی داشته مریض یا نه، آیا داروی خاصی داره مصرف میکنه، یعنی دراکستوری، بنابراین کواغولوپاتی ها یا سناریوهایی که مثل هیموفیلی هستن اینها بسیار مهمن، در ماینر تروما ها هم بسیار بسیار هایلایتن، بنابراین نباید به هیچ وجه میس بشن. نکته بعدی که در اسلاید بعدی میبینید مواردی هستن که حالا شما باید پیدا بکنید، اونها رو از والدین یا از ویتنس پرسیدید، اینجا شما باید پیشنت را اولویت بکنید. از چه لحاظ؟ از بابت GCS. GCS 14 و 15 که از همه مهمتر و سختتر تصمیم گیری GCS 15 هست که اینکه بتونید چطور باش عمل بکنید. خیلی از بچه‌هایی که میان با در حقیقت یک فالینگ یا یه مایل تروماتیک برین اینجری با هر مکانیسمی اکثرا GCS 15 و هوشیار هستن. در نگاه اول به نظرتون هوشیارن، پس GCS بسیار مهمه. اینکه ببینید بچه کانسولیبل هست یا این کانسولیبل هست وقتی شما ویزیتش میکنید در بخش اورژانس، آیا بچه‌ای که بسیار بیقراره علارغم اینکه والدین میدونن چطور بچه‌شون رو آروم کنن باز هم آروم نمیشه، و یا نه وقتی شما میبینیدش کاملا آرومه. آی کانتکت برقرار میکنه با والدین یا نه، ممکنه با شما آی کانتکت برقرار نکنه اما با والدینش باید حتما این کارو بکنه، آیا این کارو میکنه یا نه، آیا اکتیویتیش نرمال اکتیویتیه، باز هم والدین ازشون میپرسید و از اون برم میذارید بچه راه بره، اگر میتونه راه بره بازی بکنه توی محوطه‌ای که یه مقدار خودمونی تر باشه، مثلا فاصله میگیره میره با والدینش ماها رو نمیبینه چون از ما یه مقدار فوبیا پیدا میکنه، بنابراین میذارید اکتیویتیش رو چک بکنید با نظر والدین، آیا کامیونیکیشن کوالیتیش مناسب هست یا نه، آیا جواب پدر مادر را میده یا نمیده. بنابراین ما ملاکمون همیشه ارتباطیه که با کی برقرار میکنه، با والدین. اما توی سنین بالاتر از 4 سال شما هم میتونید با بچه، هر چه این سن بالاتر بره شما امکان این که بتونید کامیونیکیشن برقرار بکنید وجود داره، و اینکه چه کیفیتی حاضر هست میتونه روی تصمیم گیری شما اثر بذاره. آیا لسریشنی شما میبینید روی سر یا نمیبینید، آیا ساب تیشو سوئلینگی به نفع هماتوم داره یا نه، و اگر هماتوم وجود داره مثل ساب گالال هماتوما، و اگر ساب گالال هماتوما وجود داره حتما سایزش مهمه، اگر سایز خیلی بزرگ باشه بسیار برای شما سیگنیفیکنت اهمیتش. فانتنل ها رو در سنین پایین تر باید ببینید، مثلا 1 تا 2 سال معمولا فانتنل ها حتما باید لمس بشن، آیا بالج هست یا نیست، اگر بالج باشه کنار ساین های دیگه بسیار بسیار مهم خواهد بود، میتونه داله بر آی سی پی بالا باشه، آیا این هر اسکال دپرشنی وجود داره یا نه، پس لمس میکنید، سر رو لمس میکنید دنبال اینکه آیا دپرشنی وجود داره، چون میدونید تمام در حقیقت استراکچرهای بونی در بچه ها بونی نیستن، واقعا تا بیاد بون بشه یه زمانی طول میکشه، بنابراین به راحتی فلکسیبلن و پلیابل هستن و بنابراین ممکنه دچار دپرشن
بشه. بنابراین هر چی دپرشن شما یافت بکنی نشون دهنده اینه که سیگنیفیکن اینجری وارد شده و برای شما بسیار هایلایت میکنه قضیه رو. آیا بروزینگ وجود داره یا نه؟ بروزینگ شامل راکون آی، پاندا آی و باتل ساین میشه و در معایناتتون هموتیم پانوم وجود داره یا نه؟ گوش رو معاینه میکنی آیا ببینید شما تیمپانیک میبرین رو بالج میبینید و پشتش قرمز رنگ هست یا نه که این دال بر هموتیم پانوم هست؟ آیا مایه ای از بینی یا گوش خارج میشود یا نمیشود؟ آیا خون ریزی از بینی یا گوش دارد یا نه؟ طبیعتا اگر ترومای مستقیم به گوش یا بینی وجود نداشته باشه، لسرشنی وجود نداشته باشه، فرکچری محتمل نباشه، بسیار برای شما اهمیت سیگنیفیکنتی به کار به حساب محسوب میشه، چرا که دال بیس سال فرکچر میتونه باشه. اسلاید بعد، آیا فوکال نورولوژیک دفیسیت دارد بچه یا ندارد؟ هر گونه فوکال نورولوژیک دفیسیت بسیار اهمیت داره و ازش نمیشه گذشت. هر گونه فوکال نورولوژیک دفیسیت نشون دهنده سیگنیفیکنت اینجوری هست و معمولا در اکثر مواقع اینا ممکنه نوروسرجیکال اینترونشن نیاز داشته باشن، در اکثر مواقع. بنابراین اگر بتونید دیتکت بکنید، بنابراین اون سن مهمه، اینکه بتونید چقدر یافتهای نورولوژی رو اسیس بکنید، اون سر جای خودش، محدودیتش هم سر جای خودش. اما مثلا فکر کنید که فاشل نرو پالسی داشته باشید در معاینتون، بسیار سیگنیفیکانت هست. بنابراین اگر فوکال نورولوژی دفیسیتی شما رفتید دنبالش، گشتید و با در حقیقت حساسیتی که برای معاینتون قائل هستید رسیدید به این که فوکال نورولوژیک دفیسیت دارد، بسیار برای شما یافته مهمیه. اگر ندارد، دال بر عدم وجودش نیست، ممکنه شما نتونید اسس بکنید و کشفش کنید. حالا همه این کارا رو کردیم، به یه سری آیتم هایی میرسیم که کی انفورمیشن هستن کالکت کردید. حالا باید تصمیم بگیرید آیا این انفورمیشن هایی که شما کالکت کردید نیاز به اپرووال داره یا نداره. اپرووال این قضیه که زایعه شما چقدر مهم هست با ایمیجینگ محسوب میشه و در تاپ لیست ایمیجینگ در بخشای اورژانس برای این قضیه مالتروماتیک برین اینجری و همه هتروماها سی تی اسکن هست. سی تی اسکن همینطور که همتون میدونی پوزیتیو پوینت هایی داره، مثل اینکه بسیار سنسیتیو هست برای بلیدینگ، بسیار سنسیتیو هست برای اسکال فلکچر، معمولا اویلیبله، معمولا یه پرایس یا قیمت مناسب داره که معمولا شما کاوریج بیمه ها رو شما دارید و یه سری نگاتیو پوینت داره. نگاتیو پوینت ها اینه که در بچه ها به خصوص رادیشن اکسپوژر داره و تمام اون تئوری هایی که وجود داره، هایپوتز هایی که وجود داره که در آینده ممکنه چی بشن، ممکنه منجر به یک مالینکسی در ادالتود بشن. بنابراین رادیشن اکسپوژر بسیار مهمه و اینکه هیچ وقت برای پوستریور فوسا نمیتونید با قطعیت بگید که سی تی اسکن میتونه کاوریج خیلی خوبی داشته باشه برای تشخیص شما. در پوستریور فوسا دی بست شما نخواهد بود، اما بالاخره جزء مودالیتی هایی که بسیار اکسپتبل هستن روی بینجی محسوب میشه. اینجا من یه عکس گذاشتم از در حقیقت شما پاندا آی رو شما میبینی در گرافی راکون آی و پاندا آی عکس پایین و عکس سمت راست شما خواهید دید و بتل ساین رو خواهید دید در عکس سمت چپ. این هم میدونم همه دوستان آشنا هستن، اما اینا برای ریویو و تقریب به ذهن مناسب دیدم که بذارم. ادامه بحث سی تی مون رو می‌خوایم بکنیم. اول از اون سی تی ما نان کنتراست، بنابراین هیچ نیازی به تزریق کنتراست شما ندارید. اما اینکه چه بچه یا سی تی بکنی چه بچه یا سی تی نکنی و اینکه ما محدودیت داریم برای همون رادیشن اکسپوژر، بسیار تحقیقات خیلی متنوعی انجام شده در سطح دنیا، از بابت برای ادالت انجام شده بسیار بیشتر، برای پدیاتریک بسیار کمتر، اوییدنس های کمتری داریم در رابطه با اینکه آقا بالاخره ما کلینیکال دیسیژن رول باید داشته باشیم بر اساس چه فاکتورهایی بیایم تصمیم بگیریم که سی تی اسکن بکنیم یا نکنیم. این تمام دغدغه‌ای که ما ها در بخش اورژانس داریم. اگر بخواید بگردید، من غیر از این کرایتریایی که اینجا به نام پیکارن در حقیقت پدیاتریک ایمرجنسی کیر اپلای ریسرچ نتورک کرایتریا فور هرت سیتی هست، پیکارن معروف هست، اینا میذاریم تاپ لیست و یک کچ اسکور هم هست که دوستان خودشون به لحاظ زیر وقت، من اینا رو توی اسلاید نیوردم، اینا رو دوستان میتونن به راحتی سرچ کنن و کرایتریای کچ اسکور هم رو هم ببینن که یک کانادین اسکور هست و شما این اسکورینگ رو میتونید بیشتر از همه بهش ریلای بکنید. چرا؟ چون پاپولر تر هست و بیشتر
ولیدیت شده، هم اکسترنال ولیدیت شده و هم اینترنال ولیدیت شده. بنابراین من توصیه‌ام اینه که همین رو تمرکز بکنید. این چی هست این پیکارنز؟ میبینیم در این اسلاید برای بچه‌های زیر 2 سال و بالای 2 سال، یعنی 2 سال مساوی equal and more than 2 years، شما 2 نوع الگوریتم جدا دارید. این الگوریتمی که الان دارید شما تو این اسلاید میبینید برای زیر 2 سال هست. میبینید شما اینجا ببینید دکتر، همه یه دوستان ببینن اینجا GCSE 14 به تنهایی خودش اندیکاسیون سیتی ریکامندیشن هست و تمام یا این یا رو حتما مد لحاظ قرار بگید اگر ساین های دیگه از آلتر منتال استیتوس داشته باشید. من همین جای اشاره میکنم برای اینکه اسلاید ها هست، بعد از این اسلاید ما توضیحات تمام این رو میدیم، اما من همین جای اشاره میکنم که دیگه اونها رو سریع بتونیم رد بشیم. یعنی چی other signs of altered mental status؟ یعنی اینکه اگر شما دیدید که بچه‌تون خواب‌آلود است، اگر دیدید بچه آجیتیته، همون بحث inconsolable، کاملا بیقراره و اصلا آروم نمیشه، آجیتیشن داره، یا دیدید خواب‌آلود است، یا دیدید نه در سنی که حرف میزنه اما دائما سوالات تکراری میپرسه، و اگر دیدید در سنی است که شما وقتی ازش سوالی میکنین بسیار اسلو و دیر به شما جواب میده، یعنی والدین صحبت میکنن باش و میگن بچه ما نرمال نیست، خیلی دیر جواب میده، فکر میکنه، مبهوته، انگار این متوجه نمیشه، هر کدوم از اینا باشه و یا پالپیپر استراکچر، حالا چه دپرشن شما ببینید چه یه لسریشن وجود داشته باشه که شما در اگزم لسریشنتون لینار فرکچر رو لمس بکنید، هر گونه پالپیپر اسکال فرکچر داشته باشید، اگر جواب شما یس باشد سی تی حتما باید انجام بشه، و اگر باکس شما جواب شما نو باشه میرید سراغ باکس دوم که میگه اکسیپیتال اور پریتال اور تمپورال اسکالپ هماتوما، که بحث همون ساب گالال هماتوما هست که ساب گالال هماتوما یا هماتومایی که داشته باشید به ویژه اگر بزرگ باشه بسیار بر شما اهمیت پیدا میکنه. آیا هیستوری ساب کانشسنس طولانی تر از 5 ثانیه؟ این 5 ثانیه رو من ملاک نمیذارم، میگم آقا ساب کانشسنس داشته باشه، اگر هیستوری داشته باشید در زمان وقوع ساب کانشسنس داشته باشه بسیار بر شما مهمه که تصمیم گیری بعدی ها انجام بدید. اگر شما دیدید که سیویر مکانیسم آف اینجری داشته باشید، مکانیسم آف اینجری سیویر شامل چی میشن؟ برای فالینگ دان بیشتر از 3 فیت، برای کودکانی که سن پایین هستن معمولا 2 سال یا کمتر، برای یه مقدار سن بالاتر 5 فیت را در نظر میگیرن. 3 فیت تقریبا میشه 1 متر یا خورده کمتر، 5 فیت میشه تقریبا شما فکر کنید 1 متر رو حدود نیم، 1.5 متر بیشتر، و یا اینکه افتادن از 5 پله جزء سیگنیفیکانت محسوب میشن. اگر شما حادثتون حادثه یه موتور ویکل کالیشن باشه خیلی براتون مهمه که رول آور اتفاق افتاده باشه، چپ کرده باشن، کسی در اون ماشین باشه که متاسفانه فوت کرده باشه، و اینکه از ماشین پرتاب شده باشه بچه بیرون، همه اینا به عنوان سیگنیفیکانت مکانیزم اینجوری محسوب میشه. اگر شما بچه‌ای داشته باشید که آبر باشه و یا اینکه با دوچرخه سوار باشه و بخور زمین و هلمت نداشته باشه، یعنی کلاه خودی سرش نباشه، اینا به عنوان سیگنیفیکانت محسوب میشن. اگر که شما چیزی از بالا بیفته روی سرش و این ایمپکت شدید باشه، یه ارتفاع قابل توجه یا یه وزن قابل توجه باشه، اینا جزء سیویر مکانیزم آف اینجری محسوب میشن. بنابراین هر کدوم از اینها بودن yes، میرید توی باکس قرمز رنگ. روی باکس قرمز رنگ دارید میبینید observation versus CT scan. بنابراین اینجا دیگه خیلی کلیر کات نیست، اینجا دیگه یه سر آیتم های دیگر را باید بذارید کنارش و تصمیم بگیرید که بچه را observe بکنید و یا سیتی بکنید. چیا هستن اون فاکتورها؟ 1 فیزیشن اکسپریانس، ته شما تهتون اون فیزیشن جستالتی که میرن ته دلتون اینه که این بچه باید سیتی بشه، این یه چیزی داره، برای این فیزیشن اکسپریانس مهمه. من اینجا که فیزیشن اکسپریانس رو میگم میرم سر خط آخر کنار این قضیه میگم پرنترال پریفرنس. پرنترال پریفرنس یعنی چی؟ یعنی اینکه والدین شما از اون تریت های شخصیتی دارن که میگن آقا من باید بچه‌م سیتی بشه تا خیالم راحت بشه، اینجا خودش یک کرایتری است برای انجام سیتی. یا نه وقتی شما توضیح میدید که مثلا بچه شما سیتی اسکن نیاز ندارد متقاعد نمیشوند، بنابراین بازم سیتی میکنید، اما اگه متقاعد شدن به شرطی که آیتم های دیگه وجود نداشته باشه میرید ابزرو میکنید بچه رو.
اینجا خط دوم چی نوشته؟ Multiple versus isolated findings. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگر بچه های شما فقط loss of consciousness داشته، یک بار فقط loss of consciousness داشته isolated، یعنی چیزی دیگه کنارش نبوده، مثلا vomiting نداشته، آیتم دیگه ای پیدا نکردید که بتونید مثلا severe، حالا برای زیر دو سال ما irritability مثلا میگیم، یا مثلا خواب آلودگی میگیم، نه loss of consciousness همون ابتدا داشته تمام، یا مثلا وامیتینگ داشته فقط یک بار، یا فقط سردرد داره، حالا در سن دو سال خیلی برای ما به درد نمیخوره، بالای دو سال بیشتر isolated headache داشته باشه. اگر isolated finding داشته باشید احتمال اینکه این یک clinically important finding در CT داشته باشید که معمولا neurological intervention بخواد زیر 1% بسیار کمه. بنابراین شما میتونید observation رو برای خودتون لحاظ کنید. اما اگر شما multiple finding داشتید، یعنی مثلا وامیت کرده دوبار، بچه بیقراره، از اونور یا خواب آلودگی داره، از اونور مثلا loss of consciousness هم داشته، اگر چند تا finding داشتید این رو باید برید به سمت اینکه CT بکنید تا observe بکنید. اگر که شما بچه رو تو اون زمان کوتاهی که نگه داشتید دیدید که بچه وضعیتش بدتر داره میشه، علامتاش و ساینایی که شما به دست آوردید در بخش اورژانس داره پیشرفت میکنه، این هم یک کلویی هست برای اینکه CT بکنید. اگر سن زیر 3 ماه داره حتما CT بکنید و یه شکی توش نیست. بنابراین این یافته‌ها و کرایتریایی که مال پیکارنز هست زیر 2 سال بسیار بسیار راهگشاست. چند بار اگر باهاش کار بکنید به راحتی به نظرم میتونید شما ازش استفاده بکنید. برای 2 سال و یا بالای 2 سال G6-14 همچنان سر جای خودش در باکس اول شما میبینید. همون ساین های آلترمنتال استاتوس غیر از GCS و ساین بیزلری اسکال فرکچر یا بیس اسکال فرکچر که همه شما میشناسید، اگر هر کدومی داشته باشه CT ریکامنده، و اگر نداشته باشه نگاه میکنید ببینید که هیستوری لاس آف کانشسنس داشته یا نداشته، آیا هیستوری وامیتینگ داشته که من معمولاً وامیتینگ بیشتر از یک بار محسوب میشه، آیا سیویر مکانیزم آف اینجری که با هم صحبتش رو کردیم وجود داشته یا نداشته، آیا سیویر هیدیک هست بچه داره یا نداره. اگر جواب یس بود دوباره آیتم هایی که نگاه میکنید همون آیتم ها هستن که بتونید ابزرویشن ورسوس CT را با هم مقایسه بکنید و تصمیم بگیرید. بنابراین همون یافته ها رو شما اینجا خواهید داشت، و اگر در باکس قرمز رنگ به نتیجه در حقیقت نرسیدید که CT بکنید و باکس دو هم جواب نگرفتید، میریم سراغ نو و CT ریکامندد نیست و نیاز به CT بچه نداره. آیتم بعدی صحبت کردیم، های ریس مکانیسم ها رو با هم صحبت کردیم. استاد ما فقط معذرت میخوام از خدمتی، ما فقط یک دقیقه دیگه فرصت داریم. تمامه خانم دکتر، ممنونم از شما. بله این رو با هم صحبت کردیم. این درباره آیزولیتد فایندینگ ها هست که باز هم میریم جلوتر. دیسپوزیشن، آخرین تصمیم CT کردیم، فکر کنید CT اسکن چیزی نداره. اگر CT اسکن چیزی نداره بیبی رو شما میتونید چیکار بکنید؟ دیسچارج بکنید. اما دیسچارج میکنید با چی؟ با 2 تا آیتم بعد. 1، رد فلگ ها رو باید بهشون آموزش بدید، فراموش نشه چون ممکنه دیلید اتفاق بیفته، و ریویو بکنید مریض را اگر نیاز هست. اگر شک دارید، درمانگاهی دارید یا نه، میگید 24 ساعت دیگه بچه رو بیار من ببینمش، پس ریویو میکنید. اما اگر CT اسکن انجام شد و نرمال بود این روند رو دارید. اگر CT اسکن انجام نشد بر اساس جاجمنت پزشکتون حتما باید 4 تا 6 ساعت بچه رو ابزرو بکنید، و یا اگر خیلی فکر بکنید بچه خوبه دیسچارج هم میشه کرد، اما از من بپرسید من میگم 4 تا 6 ساعت ابزرویشن بر اساس جاجمنت خودتون میتونید انجام بدید، و در زمان ترخیص حتما بر رد فلک ها توضیح داده بشه، حتما در صورتی که نیاز داره بعد شما ریویو بکنید و مریض رو دوباره ویزیت بکنید. صحبت های من فکر میکنم تمامه و در خدمت شما هستم خانم دکتر اگر که صحبتی باشه. استاد خیلی لطف کردید از سخنرانی خیلی خوبتون، واقعا متشکریم. از تمام اساتیدی که لطف کردن امروز تو برنامه ما شرکت کردن واقعا سپاسگزاریم، ما از حضورشون استفاده کردیم. افتخار این داشتم که امروز در خدمتتون باشم. اگر کوتاهی کم و کاسی بود از همتون عذرخواهی میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که تو برنامه بعدیمون ببینیمتون. توجهشون رو مجدد جلب میکنم و دعوتتون میکنم به شرکت تو قسمت بین الملل کنگره ما که 12 تا 16 آبان برگزار خواهد شد.
به امید دیدار و خدا نگهدار همه عزیزان.